بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز چهارشنبه 18 مرداد 1396 و برابر است با 9 آگست سال 2017 میلادی. اول اجازه بدید که این برنامه ها رو از فیسبوک شخصی خودم به فیسبوک مردم تیوی هم منتشر کنم، رواجش بدم، ترویجش کنم یا منتقل کنم. شعر و نمیدونم چرا فیسبوک این همه برای شعر کردن چیزای مختلف گذاشته، آیا برای شما هم اینجوریه یا ما چون چندین صفحه داشتیم و حالا هم هنوزم 2 صفحه داریم اینجوریه. در هر صورت شما هم اگر لطف کنید و ویدیوهای ما رو، چه اینایی که به صورت زنده است چه اونایی که از قبل ضبط شده، با دوستانتون به اصطلاح در میان بذارید و شیر کنید، صمیمانه ممنون و متشکر هستیم از شما. وبسایتی داریم به نام مردم tv.com که خیلی جالبه. وقتی که فهمید که کاخ سفید 3.5 میلیون میخوان خرج تعمیراتش کنن، کولرش رو عوض کنن و اینها، این وبسایت ما هم از دیروز شروع کرد به اطفار ریختن و فعلا منتقلش کردیم فقط به 2 لینک. یکی برنامه‌های زنده رو از مردم tv.com ببینید، از مردم ریپورت.com هم میتونید برنامه‌های از قبل ضبط شده رو ببینید. ولی به دوستم گفتم که خیلی خوبه که حالا این فیسبوک هم هست و کمک بزرگی هست. این همون ماجرایی هست که آمریکایی‌ها میگن همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نذارید که اگر یه سبد افتاد و شکست تخم مرغ‌ها همه نشکن. خب اول اجازه بدید که من یک مشکلی رو که یکی از دوستان داشت و گهگاه برای خود منم پیش میاد نشون بدم. من باور دارم اگه ما روزانه توی این 38 سال گذشته یه مشکل کوچولو رو حل کرده بودیم، به هم دیگه یاد داده بودیم، الان وضعمون خیلی بهتر از الان بود. یه ویدیوی من گذاشتم، نوشتم که این ویدیو رو تماشا کنید برای اونایی که خیلی نجات پرستن. امیدوارم با تماشا کردن این ویدیو یه مقداری کوتاه بیان. آقای سعید کاوسی نوشته که اگه با دیدن یک ویدیو اینها عوض می شدن که امیدی بود. در هر صورت حالا ما امیدواریم که با همین راهنمایی های کوچک و اینها به اصطلاح بتونیم یک کاری انجام داده باشیم. و اما دوست ما یک مقاله‌ای یا یک ویدیویی رو من برای ایشون فرستادم، فکر کنم یه نوشته‌ای بود، نوشته هم درباره نمیدونم در اصل درباره آمریکا که میخواد جنگ کنه با ایران و اینها. این دوستمون نوشت که باز نمیشه و من براش نوشتم که گاهی وقتا باید به این کامپیوتر و اینها کلک زد. حقیقتا کلک نیست، یعنی از این ور شما نمیتونی بری، مثل اینی که شما داری میری خونتون، از 2 کوچه میتونی بری، یک کوچه تیر چراغ برق افتاده و بارون و اینا، خب خطرناکه دیگه، یا راه رو پلیس بسته از این ور میری. و اینم هم همینه، وقتی یه راهی بسته شده از این ور، گهگاهی وقتی یه لینکی رو آدرسش رو کپی میکنید پیست میکنید برای یه نفر میفرستید، وقتی اون میزنه مینویسه، بعضی وقتا حتی لینک درسته ولی چون جاهای مختلف کشورهای مختلف هست مینویسه که ارور مسیج، یعنی آدرس غلطه، یه چیزی غلطه. بهترین کار اینه، اتفاقا اینجا یه دلیلی برای دوستانی که ایمیل که میزنن تو اون قسمت سابجکت یا قسمت موضوع هیچی نمینویسن، بهترین کار اینه که شما اگه یه ویدیویی یه مقالهی هر چیزی رو میخواین بفرستین که روی اینترنت هست، از اون باکس، از اون جعبه، از اون قسمت بالا که نوشته سابجکت یا موضوع استفاده کنید. موضوع اون ویدیو، موضوع اون مقاله رو، موضوع اون کتاب رو تو اون قسمت بنویسید، لینکش هم پایین بذارید. اگر یکی مثل من آمد زد روی لینک گفت این لینک خرابه و اینها، میتونه بدونی که مزاحم شما بشه اون بالا اون چیزی رو که نوشتید، مثلا نوشتید برنامه سربی با مردم روز 9 آگست 2017،
این اگه لینکش هم خراب باشه، اون دوستمون میتونه با کاپی کردن اون و گذاشتنش توی گوگل، حالا این گوگل چی هست و چجوری همه چی رو پیدا میکنه، همه چی رو میخونه و اینها، این ماجرایی که دیگه از چند سال پیش درست شده و تو کامپیوتر هممون هست، به طور فکتور این میگن، یعنی به یک چشم به هم زدن، شاید کمتر از یک چشم به هم زدن، هر چیزی رو که شما دربارش بنویسی، صحبت کنی، تماس بگیری، اونها میگیرن، ضبط میکنن و ازش یه لینک میسازن. به همین خاطر شما اگه بری بزنی، من الان بزن اجازه بدید جلو خودتون اینجا مثلا بنویسیم سوربی، ببینیم واقعا چند تا لینک میاد. حالا سوربی اسم یه نفره، اسم منه، اسم یه دهکده تو ایتالیان، اسم یه آهنگیه که ستارهای سوربی آقای ابی خونده و اینها، همه اینها پیدا میشه. بذارید من الان اینجا براتون نشون بدم و ببخشید این باد پنکه فکر کنم یه نوع آلرژی درست میکنه یا خودش باعث میشه که هوا کثیف بشه، چون تار و پود و هر چیزی که تو زمین و آسمون و اینها هست میچرخونه. ببینید این صفحه بلانک یا اول چیز هست، حالا ما میگیم بلانک، هم همچی بلانک نیست، وبسایت هایی که داخلش بودیم قبلا اینجا ذخیره میکنه. من میام اینجا مثلا مینویسم سوربی، ببینید چند تا نتیجه برای این پیدا میکنه. میگه که 684,000 ریزالت پیدا شد، تازه می نیسم تو 1.19 ثانیه 684,000 تا پیدا کرده. حالا شما دنبال کدومش می گردید دیگه، اون و شما مثلا اینجا نوشته سوربی خط فاصله drugs.com، اصلا من نمی دونم چرا اینجاست، اینجا نوشته مثلا استیگمالا سوربی، رافائلو سوربی، این آقا تو ایتالیاست و یه در برای من نوشته بود شما ایتالیایی هستی، نوشتم نه. این هم از این. خب دوستمون بهرنگ آمد، من ازش ممنونم، ازش یعنی بهش پیشنهاد میکنم که توی فیسبوک عکس خودشو بذاره، اسم حقیقی خودشو بنویسه، و اگرم تو ایرانه، والا تو ایرانم من میبینم دوستانی هستن خیلی هم از من و شما چیزای بدتری می‌نویسن برخلاف دولت و اینها، و هیچ اشکالی نداره. ببینیم پیروز چی میگه. میگه جناب سوربی، آیا خبری فعالیتی در رابطه با شایان کاویانی بیرون نیومده؟ نتیجه تحقیقات پلیس آمریکا چه بوده؟ ممنون اگر آگاهی رسانی کنید. والا این شایان کاویانی، اونم چون مثل من اسمش قلابی بود، میدونید اسم این اصغر، سید اصغر کاظمی یا هم چیزی بوده، بعد اومده بود گذاشته بود شایان کاظمی، بعد یه مدت دید کرد شایان کاویانی. آخرین خبری که از من دارم، از من ازشون دارم، این بود که خانوادهش آمدن یه چیزی رو که اف بی آی به اصطلاح اینا رفته بودن دنبالش و به اف بی آی گفته بودن و اینها، اون رو گذاشتن و اف بی آی این رو به عنوان یه شخصی که گم شده اعلام کرده بود. ببینید دوستان، مثلا من این ویدیوی مال 28 آپریل رو میخوام برای شما بفرستم. اینجا میام، وقتی که این باز میشه، این بالا این لینکش هست، این یو آر الش هست، این آدرسش هست، ولی این پایین توضیحی که نوشتیم، این نوشته سوربی با مردم، این سرتیترش میشه. حالا من اگه میخوام یه ایمیل بنویسم چیکار میکنم؟ اجازه بدید ایمیلمو باز کنم. برای شما میخوام یه ایمیل بفرستم. اینجوری این کارو میکنیم. بذارید کامرای دو. بیا میام توی این ایمیل مینویسم برای کی؟ برای جناب تماشاچی اینجا. you@mardomtv.com. بعضی وقتا ماها خودمون یه چیزایی رو نمیدونیم، دوستانم روشون نمیشه به ما بگن که بابا اینجوری، خیلی ساده است. حالا میخواستم چه کار کنم؟ میخوام این لینک رو برای شما بفرستم. یا این بود، میام اول این تیترش رو، این موضوع رو کاپی میکنم، میارم میذارم توی این سابجکت باکس یا قوطی موضوع، و ببینید سرتیترم هست دیگه. اگه اینجا قراره یه مقاله‌ای باشه، این سرتیتر مقاله. اگه اینجا قراره ویدیویی باشه، این اسم ویدیوه. اگه اینجا قراره کتابی باشه، این اسم کتاب اون بالاست. بعد این پایین چی کار میکنم؟ این پایین میام این لینک رو،
کاپی میکنم بعد میارم اینجا. اونایی که گوگل دارن این پایین یه حلقه ای مثل زنجیره، اگه اینو شما کلیک کنید اینجوری باز میشه، وقتی اینجوری بنویسین این دیگه هایپرلینک شده. حالا سعید داره میخنده حتما، خب این کار شماست، من دارم انجام میدم، خنده نداره. بعد ببینید برای خودم میفرستم، حالا اینجا برای خودم هم بفرستم USA سوربی. بله اینجا میفرستیم فوری، اینجا میشه یک ایمیل، بازش میکنیم. ببینید قشنگ، اولا تا بازش میکنیم اینجا معلومه که چیه کیه، بعد اینو کلیک میکنیم میاد. ببینید وقتی هایپرلینک استفاده کنی عکسش اینجا، شکلش اینجا، میزنیم اینجا. حالا اگر یه اشکالی اینجا باشه ما کارونه از اینجا شروع میکنیم، اگه یه اشکالی بود باز نشد میایم این تیتر رو، این سر تیتر رو کپی میکنیم میاریم یا توی سرچ گوگل میذاریم کلیک میکنیم. ببینید این سریعتر پیداش کرد، اصلا جدای از اونها پیداش کرد. در صورت این چیزی بود که من بلد بودم به شما هم یاد دادم، شما هم اگه چیزی بلد هستین به یکی دیگه یاد بدین، به نظر من یه لذت خاصی خودتون بده. دوستان عزیز، یکی از دوستان برای من نوشته بود که خواهرش جدا شده از مجاهدین و میخواد از اون کشور بره. حالا من نمیدونم، گفتم براتون وقتی هم میگیم اینجا اونجا، ما این اشاره به نزدیک اشاره به دور اینها رو دیگه قاطی کردیم. بعد بهش میگم دوست عزیز شما میگی داره میخواد بیاد اینجا، منظورت آمریکاست که من هستم یا شما کجا هستی؟ اینها بمانه. بعد بهش گفتم من اصلا خبر ندارم، با دوستانی که تو کانون آوا هستن، با آقای رزاقی، با آقای عیسی آزاده، با آقای کرمی تماس بگیر. ایشون تماس گرفته، بعد دوباره برای من دیروز نوشته آقای صوبی من با اینها تماس گرفتم جواب ندادن. میگم آقا جون شما که تو اروپا زندگی میکنی، ماه آگست اونجا مرخصیه، همه مغازه ها رو بستن رفتن کنار دریا، مرخصی هستن. بعد خب دیگه من چی کار کنم؟ من الان بلنشم اینجا تلویزیون مردم رو ببندم، بلنشم برم فرانسه با آقای کرمی بگم به این دوستمون جواب بده؟ خب منم همین کارو میتونم بکنم. در هر صورت ما عکس گرفتیم از این نوشته های ایشون، فرستادیم برای آقای رزاقی، برای آقای کرمی، برای آقای عیسی آزاده یادم رفت بفرستم، ولی برای آقای راسکو فرستادم. بعد آقای کرمی برای من نوشت که آقای سوربی من ندیده بودم تا حالا این پیام رو و رفتم و باهاش تماس گرفتم. من برگشتم به اون دوستم گفتم که آقا این گفته جواب میدم. گفت آره با منم تماس گرفته، گفته حالا من جویا میشم بعد بهت جواب میدم. حالا اینجا چه نکته ای هست؟ خب دوست عزیز، وظیفه شماست که به مجرد اینکه یکی از اونا تماس گرفتن شما تماس بگیری به من بگی سوربی آقای کرمی تماس گرفت. ما بلد نیستیم دوستان، ما ساده ترین چیزا زندگی اتیک میگن دیگه، درس اخلاق بلد نیستیم. این دوستان بهایی هم که ادعا میکنن درس اخلاق بلدن، توی اون درس اخلاق یه بد اخلاقی یادشون دادن که اینها هم مثل کلیمی ها تافته جدا بافته هستن. صحبت از کلیمی ها شد، این دوست ربای ما که میخواد با آقای مصطفی زاده مناظره کنه، بهش میگم خب آقا با ایشون تماس بگیر، دعوتشون کن، یا ایشون قبول میکنه یا نه. میگه نه چون تو تلویزیون شما ویدیو پخش شده شما تماس بگیر. ما با آقای مصطفی زاده تماس گرفتیم، آقای مصطفی زاده همیشه گفته من حاضرم هر کسی میخواد مناظره کنه با کتاب و با مدرک خودشون میام ثابت میکنه. بعد این آقا میگه که نه اینجوریه اونجوریه، چه ساعتی برنامه‌تون شروع میشه؟ تو اسرائیل، تو اورشلیم اون موقعی که شما برنامه داری دیره، شبه. میگم آقا جون شما برو ویدیو خودت رو درست کن، جواب ایشونو بده، صبح برنامه ضبط کن بفرست بیاد ما برات پخش میکنیم، دیگه منتظر من نباش. خلاصه آخرش فهمیدیم بابا جون این آقا، حالا کلیمی ها میگن ماشاءالله خیلی حسابگرن، نمیخوام بگیم خیلی خسیسن، ولی این آقا دنبال یه چیز برنامه مجانی میگرده. امروز هم برای آقای مصطفی زاده نوشتم آقا اینا همشون دنبال یه منبر مجانی میگردن که من برم آدم ها رو جمع کنم بیارم بشونم اینجا، این آقا میکروفون بدم دستش وایس صحبت کنه، بعد این میره خونش، میره مهمونی، میره خوشگذرونی، میره کنار دریای اسرائیل، من اینجا باید بشونم هی جوابگو باشم. به این آقا میگم آقا شما که میگی شما کلیمی هستی، دین شما که میگی شما انسانهای انتخاب شده و برگزیده خدا هستید، شما هنوز اینو باور داری؟
توی قرن 21. بعد شما که اینو میگی این خدای شما کلیمی ها چرا این آقای عیسی رو فرستاد؟ چرا این آقای حضرت محمد رو فرستاد؟ میگی نه آقا اونها هم کلیمی بودن. میگم خب آقا کلیمی بودن، آمدن در دین بدعت گذاشتن، پس چجوری 2.2 میلیون، یعنی دو بیلیون و 200 میلیون نفر دنبال مسیحی ها هستن؟ چجوریه 1.8 یک بیلیون و 800 میلیون نفر دنبال اینا هستن؟ خب شما بیا جلو بگو آقا اینا بی خودن، اینا باطلن، تا یه داعشی هم پیدا بشه سرتو بزنه یا یه کریسچنی پیدا بشه سرتو بزنه. این کریسچن ها در کشتن و زدن و اینها هیچ دست کمی از ادیان دیگه ندارن. همین خود دوستان کلیمی در کشتن، زدن بچه های بیگناه، زن، بچه، هیچ چیزی جلوشون رو نمیگیره. و تازه اولین کسایی که فرمان خدا رو قبول نکردن خودشونن، چون خدا به شما گفته چون از فرمان من سرپیچی کردید، شماها باید سرگردان باشید، شماها وطن نباید داشته باشید. حالا میگن نه آقا ما 5000 سال پیش اون کنار اسرائیل بود، اون درخته ما رو بابا بزرگمون بود. هر کی میخواد بیاد صحبت کنه جای همه هست، فقط باید پولشو بدید. این تلویزیون از روزی که آمد سال 2006 گفت ما اشتباه کردیم، ما که مثل تلویزیون پارس نیستیم که آقای میبودی برید ببینید نوارش هست با فخرآور. فخرآور بهش میگه آقا به زودی ما یه پول کلانی میگیریم و بولدار میشیم. میبودی میگه نگو این چیزا رو، روی ایر هستیم. حالا شما اینو داشته باش، چند سال میبودی رو بازی داد، حالا اومده 34 هفته یا 34 جلسه این آقای مسعود صد، ماشاءالله ایشون خیلی قدش بلنده، فکر کنم خون به اون بالاها نمیرسه، آدم بسیار خوبیه. من دو بار ایشون رو دیدم، یه بار توی کالیفرنیا، یه بارم اینجا وقتی آقای سبحانی میخواست بشه سناتور. آقای صدر، شما که ادعا میکنید بعد از آقای شجره شما پرسابقه ترین مجری تلویزیون در تلویزیون پارس هستید، خب نباید نگاه کنی از این آقای میبودی بپرسی این پسرک گستاخ به قول خودش، به قول ما بچه فلان، بچه پررو، چرا آقای میبودی تیپا زد انداختش بیرون؟ بعد شما الان معلوم شده که به شما هم گفته که این میخواد از دولت آمریکا 1 میلیارد دلار پول بگیره. شما و آقای شجره و اینها هم خامتمه گفتید آقا ما حالا به این وقت بدیم، اگه 1 میلیارد دلار بگیره حتما یه میلیونیش هم به ما میده. ولی این سوارتون شد مجانی. البته این بدبخت عقب افتاده عقده داره، تو برنامه‌اش گوش بدی میگه که بله این چشای ایشون که شبیه رضا شاست. آقا حال رضا شاه به کجا رسید؟ یه آدمی که داشت زندگی میکرد، زندگی خوبی داشت، حتی اون موقعی که داشت اسبا رو قشو میگن برای قضا آقا چیز میکرد، بالاخره زنی داشت، بچه‌ای داشت، خونه داشت، 2-3 تا زن، 4 تا زن، 5 تا زن داشت. بعد به چه روزی افتاد؟ به چه خفت و خاری فرستادنش آفریقا؟ حالا که شما نمیدونم آمیزای گند باباش هست. اینم فخرآور، بله حتما دیدید که این ورانور نوشته که فخرآور هم از تلویزیون پارس اخراج شد. و اما اگه یادتون باشه تا چند مدت پیش نات، اینجا به این آدم های دیوونه و عوضی میگن، نات هدم میگن، نمیدونم نات هرچ، میگفتن یه دونه رهبر نات داریم با نوک، نوک این نوکلیر پاور رو نمیدونم نوکلیر پاور بمب اتمی، اینو بهش میگن نوک. منظورشون این عقب افتاده 30 چند ساله هست، جیم اون یونگ، مال چه، مال کره شمالی. منظورشون این بود. متاسفانه حالا ما دو تا نات داریم با نوک. کیه یکی دیگرش؟ این آقای ترامپ شارلاتان. و ترامپ الان قرار بود 17 روز بره مرخصی، بعد از بس تلویزیون ها هی نوار نشون دادن که آقا تو که گفتی بی خود این اوباما میره گلف بازی میکنه و من اصلا وقت ندارم، من میشینم کارا رو انجام میدم، آمد گفت که حقیقتا اینجا نیومدم وکیشن، نیومدم تفریحات و از اینجا دارم کار میکنم، همش یا رو تلفنم یا همش میتینگ دارم و اینها. و میدونید به تازگی 200مین روزش رو گذران و توی 200 روز 500 تا دروغ گفته. من اگه بتونم الان وبسایتی رو بهتون نشون میدم که 500 تا دروغ
دونالد ترامپ به شما میگه بله همه رئیس جمهورهای آمریکا دروغ گفتن، همشون قولهایی رو که دادن، ولی دیگه اینجوری نبوده که روزی دو تا و نصفی دروغ هر روز 200 روز بزنید 500 lies by Trump. ببینم اینجا پیدا میکنه، باز بریم اینجا ببینید شما این روزا هر چی بخواید توی این باکس، هم بهش میگن آدرس باکس، هم بهش میگن گوگل سرچ باکس یا بینگ سرچ باکس. من از این گوگل راضیم، اون یاهو و بینگ و اینا رو خیلی دوست ندارم. خب بذارید ببینیم اینجا می‌نویسیم 500 lies by Trump. حالا این 200 اینجوری دیگه به قول خودشون خیلی چش میکنه، این 200 years این 200 days کجای کاری. بله fact checking Trump CNN money between 26 false thing in Wall Street 500 total. فکر کنم این باشه، یا آقای رو آورده بودن گفتم خب اینا رو تو روزنامه هم می‌نویسی، گفت قربونت برم تو روزنامه جاش نمیشه. ببخشید هر جا میری تبلیغ هست بالاخره. بله ببینید وال استریت جورنال اینترویو 500 توتال، حالا فالس یعنی غلط، همون لای خودمون رو به اصطلاح با احترام دروغ خودمون رو یک کمی زرورق پیچیدن گذاشتن و مهم نیست. اینم از این، در صورت خودتون برید تایپ کنید، دیگه هی کلمه بزنم ما استفاده نمی کنیم، تایپ کنید پیدا کنید ببینیم که آقای کاووسی چی نوشته. باز یکی دیگه از دوستان گفت آقا شما قول دادی که در حین برنامه نوشته های فیسبوک و اینها رو به اصطلاح بیخیال باشی و نگاه نکنی. گفتم شما چقدر ساده هستی که به قول مجری تلویزیون، اونم مجری تلویزیون ایرانی، اعتماد میکنی. مثل اونایی میمونی که به حرفای فخرآور اعتماد کنه، یا مثل اونایی میمونی که دنبال این رضا تنبل رضا پهلوی باشن. آقا ما میگیم که برنامه بگذره. خب بهرنگ میگه دمت گرم سوربی، با حال حرف میزنی، فخرآور رو ترکندی. این فخرآور احتیاج به ترکندن نمیخواد، این بنده خدا همون دست دوستاش که بوده و ببین فیلماش و اینا، هم بعدم که زندان افتاده طبقی گفتهای خودش اونجا حسابی ترکندنش، اونو داشته باشی. بعد حالا میاد میگه این سپاه پاسدار و اینها از این پسر گستاخ نمیدونم آمیزای گند بابای رضا پهلوی با این شمشیرش وحشت نمیکنه. این احمق اینجا این جشنی هست بهش بالماسکه تو فیلم های چیز بود، این جشن هالووین که اینا میدونه خیلی خرافاتی هست، میخوان شیطون و جن و اینها دمه، مثل یه چیز مثل چهارشنبه سوری خودمونه. ماها بی پول بودیم، چادر مینداختن رو سرشون میرفتن تاق تاق میکردن، اینجا پول دارن، 100 دلار 200 دلار 300 دلار خیلی ها گرونتر لباسایی میخرن و اون شب میپوشن و میان و اینا. اینم رفته یک شیل یه سپر و یه شمشیر خریده اومده، بعد میگه که عکسشم گذاشته، میگه اینا از این نمیترسن، از این میترسن، با این حریف نمیشن. ببینید زد و نقیز حرف میزنه، از این ور میگه از این میترسن، از اون ور میره ترکیه خواهرش و مادرش رو برن کنار دریا خوش باشن، از بس پسر بدی و بدرانگی میکنه تصادف میکنه، میاد میگه جمهوری اسلامی میخواست منو بزنه بکشه. آخه پدر سوخته تو که میگه هیچ، اینا ازت میترسن، ازت وحشت دارن، میخواستی وایسی پدرشون رو در بیاری. دروغ دروغ دروغ، ولی وبسایت هایی هست که دروغ های اینا رو هی به اصطلاح نشون میده. و این آقای ربایی هم این عکس رو برای ما فرستاده، نمیدونم منظورش چیه، ولی عکس قشنگیه، یک بچه کلیمی، یک پسر کلیمی، یک مسلمان و یک مسیحی در کنار هم وایسادن، پشتشون هم اون همون چیه مسجد الاقصا هست اونجاست. میبینید این بچه مسیحیه، این یکی مسلمونه و این یکی هم که از این شال گردن و اون کلاه سرش و اینها کلیمی هست و نمیدونم منظورشون از فرستادن این عکس چیه، ولی به اونجایی رسیدیم که ایشون گفت که حالا شما به ما چیز کن، برنامه بده، ما هم برنامه های شما رو در وبسایتی که داریم و در برادکستینگ هایی که داریم بهش میگم. خب شما کجا برادکستینگ دارید؟ به این کار تو آمریکا میگن بارترینگ فکر کنم، یعنی چی میگن وقتی شما یه چیزی رو میدیم
در مقابلش یه چیز دیگه میگیری. اون وقتا که مثلا پول سکه نبوده، طرف مرغا رو میآورده از ده توی شهر میداده، بعد از طرف مثلا کفش و وسایل آشپزخونه و اینا میگرفته میرفته. این کار الان در زمان در قرن 21 مخصوصا در آمریکا، نمیخوام بگم ممنوع و غیر قانونیه، ولی دولت آمریکا دوست نداره. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش اینه که به من میگه تو مرغ اگه بیاری اینجا بفروشی یه مالیات به من میدی، اونم مرغو که میخره دوباره یه مالیات میده، من دو تا مالیات از یه چیز میگیرم، از یه جنس میگیرم. بعد اون اگه به شما وسایل آشپزخونه داد یه مالیات از اون میگیریم، فروشنده یه مالیات هم از تو میگیریم خریدار، که الان میدونید آمریکا به بنبست اقتصادی رسیده برای اینکه از شرکتایی که چی میسازن مالیات میگیره. طرف میگه آقا من این ماشینی که ساختم، پول ریختم زمین کارگر اینا، وقتی میفروشم شما یه مالیاتی از خریدار بگیر تموم. میگه نه آقا، شما اینی که ساختی فعلا مالیاتشو بده، اگه این موند اینجا همینجا زنگ زد و پوسید به ما مربوط نیست، ولی اگه سوربی اومد خرید بهش میگیم چند خریدی، میگه 10,000 دلار، دوباره بهش میگیم 4.23% مالیات بده. هر سالم چون این یه ماشینی داره که 10,000 دلار پولشه، پراپرتی تکس ازش میگیریم مالیات. یادم تو ایران اون آخرایی که بودیم سالی 500 تومن قرار شد از هر ماشینی بگیرن. دوستانی که تو ایران هستن الان مالیات هست رو ماشینا؟ اگه هست چنه؟ همه ایران مساویه یا مثلا تهران گرونتر از شیرازه؟ این هم از این ماجرا. ببینیم که دوستمون چی میگه. داد و ستد کالا به کالا، بله خیلی ممنون. یه اسم دیگه ای داره بهتر از این، راحت تر هم هست به فارسی، داد و ستد. درست هم میگی، این داد اون یکی ستود گرفت، استدن، یعنی همین که شیرازی ها اتفاقا خیلی از این کلمه استدی استفاده میکنن، استدن فکر کنم درستش. بله. و اما پیام خانمی که از 43 تماس گرفت، یادتونه اون روز تو برنامه گفتم یه نفر از 43 تماس گرفته، بذارید من ببینم کیه. و وقتی داشتم این پیامو به اصطلاح میخواستم پخش کنم، یه دفعه دیدم آقای بهرامی از نیویورک پیامش پخش شد. نمیدونم این دوتا پیام چجوری قاطی شده بود و اینها. در هر صورت بعد از برنامه دیدم نه خیر، این پیام این خانم هست و حالا براتون پخش میکنم. خب البته چون تعریف کرده پخش میکنم، تلویزیون های ایرانی که نمیان انتقادها رو پخش کنم، میریزن تو سطل آشغال. والا ما تنها تلویزیونی هستیم که انتقاد رو هم پخش میکنیم، ولی اگه کسی اینقدر احمق باشه که هنوزم تو قرن 21 فوش و فضیحت کنه، به قول سعید آشغال تو آشغال دونی میفرسیم اونجا. ولی شما اگر انتقاد داشت باشه، انتقاد کی میکنه آدم؟ وقتی که یه چیزی رو میشنوه یا میبینه باهاش مخالف. شما بیا بگو آقا امروز که شما گفتی نمیدونم آقای ربای باید پول بده تا برنامه داشته باشه، من باهاش مخالفم. میگم خب شما چرا مخالفی؟ میگی برای که فلان تلویزیون عقب افتاده ازش پول نمیگیره. میگم خب برو اونجا، مشکلی نیست، درسته؟ بشنویم صدای این دوستمون رو، به احتمال زیاد از هلند، چون آقای مصطفی زاده هم از هلند که تماس میگرفتن اگه اشتباه نکنم شماره شون 43 بود. بفرمایید. یکم طول میکشه این گوگل وایس تا بره توی هنگ اوت و توی هنگ اوور و اینها. جناب سوزی عزیز و گرامی، درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم از زحمات شما. من واقعا افتخار دارم که یه مدت که تقریبا یک 5-6 ماهی با تلویزیون مردم آشنا شدم. سپاسگزارم از این واقعا انسانیت شما، اون درستکاری، درستگویی و واقعا اون شجاعتی که شما دارین. واقعا من به شما افتخار میکنم، خیلی دوستتون دارم. سپاسگزارم از شما و پیروز و موفق باشید. بدرود. خیلی ممنون از شما. بهتون بگم من چون 20 سال تو رادیو تلویزیون های ایرانی هستم، وقتی حتی یه نفر اولش تعریف میکنه ما هنوز اینجا میلرزیم که این حالا چه میخواد فوش خوار مادر بده. چون داشتیم طرف با سلام امیدوارم حالتون خوب باشه، بعد یه دفعه میکشه فوش میده. و
من بهش میگم، زنگ میزنم بعضی هاشون، میگم آقا شما تو خانوادتون هیچ کسی رو نداری که باهات مخالف باشه؟ میگه چرا، اتفاقا شوهر خواهرم، نمیدونم برادر زنم، داداشم با هم مخالفه. میگم خب تو مهمونی ها وقتی میرین با هم صحبت میکنین، وقتی اون مثلا طرفدار ترامپه شما نیستی، یا اون احیانا آدم طرفدار ترامپ نیست شما طرفدارشی، با هم فوش میدین؟ میگه نه. میگم خب آقا عوضی، پس چرا فوش میدی؟ و اگه من تو یه جایی باشم تا هم باشی صحبت کنیم، تو اون مهمونی شما به من فوش میدی؟ میگه نه. میگم خب بعد چرا فوش میدی؟ چون آدم ترسوی هستی و میبینی من نیستم فوش میدی؟ از خودت خجالت بکش. در اصل ممنون متشکرم از این خانم عزیز و گرامی، آقای پروفسور آبیانه اگه اشتباه نکنم اینجا هستن. من چندین بار از ایشون خواهش کردم که مهمان برنامه‌های ما باشن یا برنامه‌هایی رو در تلویزیون مردم بذارن. ایشون خیلی مشغوله، برای که هم تحقیق میکنه هم به اصطلاح مینویسه مقاله و اینها، یه برنامه‌هایی رو اجرا میکرد، خیلی قشنگ توضیح میداد. متاسفانه اون تلویزیونه بهش نمیگه آقا این کاغذی که کشیدی، زحمت کشیدی، تو این نور کم ما اصلا پیدا نمیشه. برای که اون حالا اگه پول میگرفته از ایشون، دنبال پولش بود. اگه فقط وقت داده بود که ایشون صحبت کنه، اون بره حشیش بکشه، دنبال این کار بوده. در هر صورت اگه خواستید میتونید برنامه های رو در تلویزیون مردم داشته باشید، نه فقط پروفسور آبیانه، دکتر آبیانه، که شما هم میتونید دوستان برنامه داشته باشید درباره هر چیز، درباره جوک، درباره آهنگ، درباره موسیقی، درباره فردوسی، درباره هر چیزی، جنبش‌های مختلف. این دوستمون آقای ربای آخرش بهش گفتن آقا شما که من میگی من بیام تو تلویزیون شما، من تهیه کننده هستم، اینم برنامه‌مه. من که نه ادعای مذهبی کردم، نه ادعای جنبشی کردم، شما چی میخوای از من؟ سوال و جواب، Q&A، question and answer. بعد میگم من 6 تا 7 تا از شما سوال کردم، شما جواب ندادی. میگه سوالت چی بود؟ میگم مشکلت چی؟ میگن اونایی که هزار تا بهانه میارن که یه اشکالی رو به اصطلاح توجیه کنن، با اون میشه 1001، چون یه اشکال داشتن، حالا هزار تا دلیل و برهان براش میارن که اون درست بوده. بهش میگم آقا شما خودت میگی من برنامه‌های Q&A دارم، من 3 بار تو 3 قسمت مختلف ازت پرسیدم، شما جواب ندادی. شما اول باید بری یه کلاس چی میگن اینایی که حواسشون پرته اینور اونور، کانسنتریشن، یه چیزی که یعنی توجه تو جلب کنی به کاری که انجام میدی، به چیزی که مینویسی، به چیزی که میخونی، به چیزی که دیگران برات مینویسن. و اما اینجا نوشتم پیام خانمی که پخش کردم و ممنون از ایشون. و آقای حمید احمدی، خیلی از شماها ایشون رو میشناسید، یکی از شومنهای قدیمی ایرانه، یه برنامه از ایران تهیه کرد وقتی که ایشون تو سان فرانسیسکو زندگی میکرد، بلند شد دوربین رو برداشت برد اونجا، یا اونجا یکی دو نفر رو استخدام کرد، یه برنامه خوبی گذاشت آورد برای من و شمایی که خبر از ایران نداریم. آقا شایعات، این مأمور جمهوری اسلامی، این حالا اومده یه وبسایتی رو درست کرده به نام News of the World Now، NOW، News of the World، یعنی اخبار دنیا. دنبال یه عده جوانها یا افرادی که حالا مسنن باشن که بتونن انگلیسی صحبت کنن، میگرده که بتونه خبرها رو بخونه و اینها، میتونید با خودشون تماس بگیرید. ولی وبسایتشون رو روی فیسبوک هم گذاشتم، News of the World، خبرهای دنیا. اگرم یه وقت فرصتی بشه، من با ایشون چند بار مصاحبه داشتم موقعی که ICC TV رو داشت. ICC فکر کنم Iranian Cinema Channel، ICC TV بود و فیلم‌های ایرانی رو می‌ذاشت، فیلم‌های قدیمی رو می‌ذاشت و درباره فیلم‌ها با مردم صحبت می‌کرد. دوستان قرار نیست هر کی اومد نشست جلو تلویزیون این رهبر باشه. اگه اینجوری انتظار داشته باشید، یکی یکی میشن فخرآور. آقای شاهین نجات میاد تو این تلویزیون، یه تلویزیون دیگه بهش میگه کلاغ بی‌نژاد، نمیدونم، بعد بهش میگن آقا اصلا این اسمش حمید رضا، نمیدونم موسوی فلانه، اسم خانمش فلانه، یکی دیگه میگه این خانمش هنوز تو ایران شوهر داره، اومده اینجا با این ازدواج کرده. گفتم خب آقایونم چند تا زن میگیرن، حالا شما یه خانمی هم استثناءن دو تا شوهر کرده، تخفیف بده، ولش کن. و اما حمید احمدی، ICC TV، یا حمید احمدی رو فیسبوک، News of the World
USA هم مال وبسایتشونه، پیدا کنید باشون تماس بگیرید و سعی میکنم اگه بشه یه مصاحبه هم با ایشون داشته باشم. دلیلی که امروز مهمان ندارم با وجودی که چند تا مهمون قرار بود بیاد همین آقای ربایه. آقای ربای دوشنبه به من میگه اسکایپ هم خرابه. آقا شما که برادکستینگ داری و شما که کلیمی هستی باهوشی و انیشتین هم مال شما بوده و نمیدونم حضرت آدم هم مال شما بوده، خب این اسکایپ که کاری نداره، اسکایپ رو درست کن. نه من با زوم صحبت میکنم. این تبلیغ ماشین مزدا بود، میگفت زوم زوم، ما میگفتیم زوم زوم ولی زوم زوم ولی زوم، برای ایشون درست کردیم. بعد اون روز بهش میگم آقا من صبح دارم نشستم اینجا چرا زنگ نزدی؟ میگه من نمیدونم در سازمان فلان بودم ریسرچ و فلان. این دیگه رسم شده، هر کسی زنگ میزنه به یه ادارهی به یه خونهی طرف تو توالته، اون منشیش یا زنش یا بچهش میگه که بابام میتینگ داره، میتینگ داره. آره تو توالت با چی میتینگ داره خب دیگه همه میدونی. در هر صورت بعد دیروز به من میگه که حالا فردا میگم آقا اینجوری که نمیشه، باید صدا و تصویر رو امتحان کنیم. بعدم من از شما دعوت کردم 10 دقیقه 5 دقیقه مهمان برنامه ما باشی. این که اوپن اند نیست که، من که رستوران ندارم به شما گفته باشم هر وقت بیا اینجا یه نهار بهت میدم. دعوتت کردم اینجا یه نون و پنیر آماده کردیم بیا بخور، نمیای دیگه تموم شد. این بار نوبت شماست که ما رو دعوت کنی، این بار نوبت شماست که زنگ بزنی بگی آقا من یه ساعت برنامه میخوام، میخوام همون جوری که آقای مصطفی زاده از جیب خودش پول داد برنامه گرفت آمده راجب کلیمیا صحبت کرده، من میخوام در خوب بودنشون صحبت کنم. تازه آقای مصطفی زاده در رابطه با بد بودن کلیمیا صحبت نکرد، توضیحاتی هم که داد گفت اینا دو نوع هن. یه نوعشون کلیمی هن. یه نوعشون از دین به عنوان یه حربه یه وسیله‌ای دارن استفاده میکنن برای رسیدنشون به هدف. ببینیم بهرنگ چی میگه. چه کار باید بکنن؟ این ها رو باید اینجوری بخونیم. بله لطفاً دست نزنید. شما حتما رفتید، یادم سالها پیش رفتم خونه یکی از دوستام که حتما همتون میشناسید، آقای عباس شیر محمدی. خب ایشون 5 تا 6 تا پرزیدنت رئیس جمهور آمریکا رو عکس گرفته از اینگوریشنشون. اینگوریشن همون مراسم تحلیف، تنفیذ هم میگن نه، تحلیفه که میان سوگند میخورن و اینها. و وقتی رفتم با هم رفتیم اون توی زیرزمینشون، چند تا مهمون دیگه داشت و اینها، یک کمد بزرگ، کمد که نه، یک شلف، قفسه هایی رو که درش هم باز بود، اونجا دوربینایی داشت که مثلا مال 100 سال پیش بود. اصلا صنعت فیلمبرداری و عکس برداری چند سال، 150 سال چرا. و من دیدم که به فارسی نوشته لطفا دست نزنید. من یکم به این برخورد، گفتم عباس آقا چرا به انگلیسی ننوشتی؟ گفت آخه اونا دست نمیزنن. گفت آخه اونا دست نمیزنن، ایرانی هست که دست میزنه. بعد میگه ای این لوبیتله، بابای منم داشت، بعدم میندازد زمین. بعد میگه ببخشید شرمنده، یا من بهش باید بگم هیچ مشکلی نیست. این ماجرای دست نزنید، سعید برای من یه چیزی فرستاده ایران، ببینم هست. دست نزنید بعد حتما شما این هنرپیشه رو میشناسید، هنرپیشه بسیار خوبیه. من با وجودی که برنامه های ایرانی، فیلم های ایرانی رو کم نگاه میکنم، ولی ایشون رو تو چندین سریال و اینها دیدم، خیلی کارش قشنگه و هنرپیشه خوبیه. یعنی واقعا وقتی توی نقشی میره اون نقش رو به خوبی بازی میکنه. حالا ببینید ایشون رفته احتمالا شیراز بوده توی اون موزه پارس یا سرای مشیر اینها. این کلا دو گوشی، این مال به اصطلاح قشقایی ها هست و اینایی که اطراف شیراز هستن. و میبینید که خب این مجسمه ای ساختن، این شخص نشسته اینجا، حالا اگه اسمش رو کفاش بذاریم، ولی گیوه و ملکی، گیوه و ملکی دو تا چیز مختلفه. این که دست ایشونه این ملکی هست. و دوستان نگاه کنید اینجا نوشته لطفاً دست نزنید. این آقا هنرمند مملکت ماست. گیوه رو که ملکیو که ورداشته، هیچی برای خواهر، برادر، همسر، فرزندش هم پوز فیگور گرفته که ازش عکس بگیرن و منتشرم کردن، حالا روی اینستاگرام، روی تلگرام، این روزام که دیگه کم نیست. این بدبختی ماه،
اینه که سعید کاووسی وقتی یه چی میگه به شما بر میخوره، خب آقا راست میگه. اون چیزی هم که دروغ و مزخرف میگی، بیان بهش بگین سعید اینو دروغ میگی، مزخرف میگی. واقعا گاهی وقتی هم من بهش میگم بابا این دیگه خیلی مزخرف گفتی، بی خود گفتی. البته چیزایی که میگه خنده داره، چون حقیقته. میدونید اینجا این حقیقت تلخ رو به صورت طنز به هم دیگه میگن و شبا همشون با هم میخندن. خیلی هاشون هم خودشون رو به اصطلاح اون مورد اون جوک و اینها قرار میدن. لطفا دست نزنید اگه یه جایی نوشته دوستان، لطفا دست نزنید. شما دیوید لدرمن رو میشناسین؟ این کسیه که حدود 30-35 سال کمدین بود اینجا و دیگه این آخریا آخر شب برنامه داشت، فکر کنم چیه نایت شو، خدای همه اینا یادم میرسم. و بعدم بازنشست شد چون توی سن زیاد حالا یه زن جدیدی گرفته بوده، یه بچه کوچولو هم گیرش اومده بود. اینا حالا ما مثلا بچه بزرگم هم گیرمون میاد، همه بچه ها کوچولو هم که گیرش اومده. خلاصه بعد یه مدتی گفت میخوام بازنشست بشم برم با فامیلم زندگی کنم. حالا دیدیم که توی نتفلیکس میخواد بیاد 6 تا برنامه پر کنه. اون طرف که باش مصاحبه میکرد گفت شما که گفتی بازنشست، چرا برگشتی؟ گفت که من یه پیشنهادی میکنم به دوستانی که میگن میخوام بازنشست بشم برم با فامیلم زندگی کنم. اول از فامیلتون سوال کنید ببینید آیا اونا میخوان که شما برین تو خونه بشینید و با اونا زندگی کنید. یا دیدید بعضی ها میگی که آقا من میخوام بازنشست بشم برم یه ماشینی بخرم تمام ایالتهای آمریکا رو بگردم. شما برو اول سوال کن ببین خانمت بهت همچی اجازه میده که خونت رو بفروشی بری یه ماشین گنده $200,000 بخری بیفتی تو خیابون و جاده. در صورت گفت که یعنی نتیجه این که ایشون از بازنشست بودن خسته شده و داره برمیگرده 6 تا برنامه در نتفلیکس. گفتم بهتون ما جبرانی در نتفلیکس برنامه داشت و ضمناً دوشنبه شب ها هم یه برنامه‌ای داره به نام، اینجا میگن سریز، همون سریالایی که خودمون میگفتیم. نمیدونم چجوری مثلا اینجا سریز هست میاد ایران میشه سریال، بعد اینجا این چیزایی که میخورن کورنفلکس و فلان اینا رو اسمش میذارن سریال، میاد اونجا ما فقط اسم قوتیشو اسم برندشو اسم کارخونهشو هم کورنفلکس و اینا میذاریم. در صورت آقای ماجبرانی نقش یک عراقی رو بازی میکنه و این فیلم خیلی جالبه. یک زن پلیس داخلشه. این خانمه خیلی هنرپیشه خوبیه که قدیما توی مرید ویل چیلدرن بازی میکرد. یه آقای سیاه‌پوست پلیس بازی میکنه، یه آقای سیاه‌پوست به عنوان کارگر اون فروشگاه شیرینی سازی یا دونات سازی کار میکنه، یک کلیمی صاحب اونجاست، یه آقای سفید پوست، یه دختر سفید، اینا هم اونجا هستن و این جامعه آمریکا رو نشون میده. شما میدونید که این سیاها، کلیمیا، سفید، سیاه هنوز مشکلشون تو آمریکا حل نشده. این آمریکایی که میخواد بره همه دنیا مشکلاتو حل کنه، مشکل خودش رو هنوز نتونسته حل کنه. و این آمریکایی که فکر میکنه همه مشکلات با جنگ حل میشه. هر وقت خواستید برید توی گوگل تایپ کنید، بزنید جنرال وزلی کلارک اباوت ایران عراق و میگه 10 روز از سپتامبر 11 گذشته بود سال 2001. میگه من رفتم پنتاگون توی کمیسیون شرکت کردم، وقتی آمدم رفتم به دوستام سلام و احوال پرسی کنم، گفت بیا تو. وقتی رفتم تو گفت شنیدی ما میخواییم به عراق حمله کنیم؟ گفتم برای چی؟ گفت منم نمیدونم. بعد خلاصه این صحبتهای این نشون میده که آمریکا وجود خودش و ادامه حیات خودش رو در جنگ با این و اون و 7 کشور رو اسم میبره که ایران هم داخلشه، یا 5 یا 7 فکر کنم 7 کشور که همه اینا یکی یکی افتادن. سوریه همینجوری مقاومت کرده، ایران فعلا اینجوری وایساده، ولی اینا هم کل خربازی در میارن. همین آقای خامنه ای یه عکسی هست، حالا اگه بتونم بهشون نشون میدم چی نوشتم اینجا. اسمشو نوشتم، باورتون میشه؟ حالا بهش میرسیم بالاخره، بذارید ببینیم چی میشه. خب کجا بودیم و چی میگفتیم؟ بله، این آقای ربای دوباره برامون داره عکس میفرسته. آقای عزیز، اینا همه شعاره، این شعارهای خوب رو ما از ادیان شنیدیم، ولی از روزی که سر این دینها
پیدا شده بجز خون و کشت و کشتار و جنگ چیز دیگه ای نبوده. گفتن حضرت مسیح که میاد صلح و آرامش و آسایش روی جهان سایه میندازه. یک روزش به من بگو که صلح و آرامش و آسایش داشتیم. همینجوری که آقای آریانپور خیلی ممنون از ایشون که دوشنبه این آمدن اینجا و توضیح دادن که به اصطلاح این 110 سالی که از مشروطه گذشته ما حتی یک روز هم چیزی نداشتیم که یه حکومت دموکراتی باشه، یک آزادی ملی داشته باشیم. و اینایی که میگن مشروطه چیه؟ این که مشروطه نبود، این مشروعه بود. در اصل ممنونم از آقای محمد رضا اسقرنیا، نوشته آقای سوربی راجع به این بچه پررو و پس پررو فتخاور، به فخرآور میگه فتخاور، که مسعود صد و شجره و امیر شهوتی، این شجره میگه امیر شهرتی و کل تلویزیون به قول رضا نیمپالانی فکستنی لس آنجلس را بی حیثیت تر از همیشه کرد، چیزی نمیگویید؟ گفتم عزیزم شما دیر اومدی، برگرد از اول برنامه نگاه کن میبینی. ممنون و متشکرم. بله میگه شماره 43 کد هلند نیست که تلفن استرالیا است. ممنونم. میدونید که من دبیر بودم اون وقتا، این معلم‌ها و دبیرها اصلا رو خودشون نمی‌بردن اگه یه جای اشتباه می‌کردن. اگه یه اشتباهی هم می‌کرد میگفت دو تا 6 تا، یه پسری از اون طرف میگه آقا شما اشتباه کردی، گفت دو تا 6 تا، میگه آفرین پسرم، می‌خواستم ببینم حواست هست یا نه، من عمدن اشتباه گفتم که ببینم شما بیداری یا نه، من اشتباه کردم، شاید اون 400 رو نمیدونم. در اصل این کد و کشورها و اینا هم شما دیگه این روزا میتونی شماره تلفن ایران رو داشته باشی، سیم کارت تو عوض کنی، از استرالیا به من زنگ بزنی. در اصل مهم نیست که ایشون کجا بود، مهم اینه که لطف کرده، تماس گرفته، گفته من 5 ماه 6 ماه تلویزیون شما رو شناختم، آشنا شدم، از برنامه‌تون استفاده میکنم. حالا من میخوام از ایشون خواهش کنم اگر امکان مالی دارن حمایت کنن تلویزیون مردمو. به همین دوستم که گفت آقا خواهر من جدا شده و دنبال این و اون، گفتم خب حالا خوشحالم که آقای کرمی تماس گرفت، احتمالاً آقای رزاقی تماس میگیره، احتمالاً کانون آوا تماس میگیره، شما هم لطف کن تلویزیون مردم رو حمایت کن. گفت چشم، ما هم نوشتیم روشن، حالا ببینیم این چشم و این روشن خبری میشه یا تعارف و باد حواس. ممنون و متشکر. و اما آقای سفر دادور سمینار در دبی، من به اون دوستم که در بحرین هست نوشتم که اگر میشه کمک کنید. ایشون گفت اصلا توی بحرین با این اشکال بین دوتا چیز که دولت که وجود داره، بهتره که کسی نیاد اینجا راجع به ایران برنامه بذاره، حتی راجع به نابینایان ایران، حتی راجع به، چون مشکل براش پیدا میکنه. و ایشون پیشنهاد کرد دبی، گفت دبی الان شده یک کشوری که تمام این کشورهایی که نمیتونن جاهای دیگه برن اینا، خب این زرنگی شیخ محمد یه جایی رو درست کرده که مردم به عنوان توریست میرن اونجا، وسط تابستون پیست اسکی درست کرده، ماشین سواری درست کرده، مسابقه نمیدونم شطور و فلان و اینها برای مردم. و گفت خودش، گفت ما نفتمون تا 20 سال دیگه تموم میشه، ما باید صنعت توریست رو که بعضی کشورها اشتباهی به جای توریست تروریست رو راه انداختن. در هر صورت ایشون گفت دبی، لطف کرد گفت حالا بعد به من بگید چجوریه، شاید من کمکی هم بکنم. متاسفانه من قبلا هم با سفر صحبت کردم، آقای سفر دادور خب مهندسی هست، رشتهش حالا یا مکانیک یا هرچی بوده، الان یکی از مسئولای این شرکت مترو هست، خیلی زحمت میکشه. ولی دوست عزیز ببین، تو آمریکا طرف خودش ازدواج کرده، پسرش ازدواج کرده، دختر خواهرش ازدواج کرده، پسر برادرش ازدواج کرده، وقتی حالا مثلا نوبت دخترشه یا نوبت پسرشه، به یک کسی تماس میگیرن، بهش میگن ودینگ پلانر. ودینگ که یعنی ازدواج، پلانر یعنی برنامه ریز، پلان بر اصلا خود پلان یعنی برنامه. این کاغذ هایی که نقشه میکشید میگفت بیا بذار اینجا پلانت ببینم چیه، پلانت چیه، یعنی شما رو نقشه نشون میدید. اینو استخدام میکنن، $1,000 $2,000 بستگی به جشنشون، بستگی به بودجهشون به این میدن، $5,000 $10,000 ممکنه یکشم 500، من نمیدونم، اصلا اونا موضوع نیست.
به اون میدن، میگن که ما یه عروسی میخوایم راه بندازیم، 100 نفر مهمون داریم، میخوایم اینجوری باشه، ما ایرانی هستیم، میخوایم دو تا مراسم داشته باشیم، یکیش مراسم ایرانی، یکیش هم چون مثلا داماد کاتولیکه میخوایم مراسم اونها هم داشته باشیم، احترام به دو تا خانواده. اون ودینگ پلنر میگه حالا که شما اینجوری، کسای دیگه 20 دقیقه برنامه میذارن برای سرمونی، شما دو تا 10 دقیقه بذارین که مردم دو تا 20 دقیقه خسته نشن، رسم ردیفش میکنه. حالا برمیگردم موضوع شما، شما آقای تبریزی رو نگاه کن، من میرم مهمونیاش، دلم میسوزه برای مهمونیش، میبینم خرج کرده، پول داده، همین 26 همه گذشته $3,000 خرج کرده که قرار بوده 200 رو نمیدونم چند نفر بیان، شام برای 210 نفر یا همچیز یا 120 نفر، 30 نفر به زور آمده بودن. من میگم آقا شما اون شامم دیدی، شامی که این داد 4 تا پاستا که نمیدن به ایرانی. گفت من انقدر اون موقع گرفتار بودم حواسم نبود و هیچ کم به من نگفت. گفتم هیچ کس نمیاد به شما بگه چون همه دلشون میسوزه برد. آقای دادور عزیز وقتی من شنبه دیدمش به من گفت سوربی من این بار اون بارم پول نمیخواست، پولی چیزی نمیخوام، فقط دیگرانم بیان کمک کنم. و تا بهش میگم آقا سوال میکنن که این برنامه چیه و خود منم نمیدونم، شما از من سوال کردی اگه ما بریم میای، میگم میام ولی خب بدونم قراره چه کار کنم. ببینید آقای کلیمی میگه آقای سوربی بیا تو برنامه ما، میگم آقا من برنامه گذار اینم، من کاری به مذهب ندارم، بیام تو برنامه شما برای چی؟ اگه بگی بیا فیلم بگیر، میگم باشه میام اینقدر، یا برای شما مجانی یا نان پروفیت اورگانایزیشن هستی $50. سفر جان من باید بگم این سعید از کالیفرنیا برای شما یه چیزی بفرسه که مثلا برنامه سمینار برگزاری اینها به چه صورت. خود من تا دیروز فکر میکردم شما میخوای یک به اصطلاح سمیناری بذاری، یه وسائلی رو نشون بدی که این وسائل رو مردم ببینن، بعد بهشون بگی که آقا برای $10، برای $30، برای $50 یه بچه ای توی شوش، توی دسفول، توی تهران، توی شیراز این نمیتونه بره مدرسه. همون کاری که ما کردیم، یه فیلمی رو نشون دادیم، گفتیم بابا این بچه فلج برای $200 $500 یه هم چیزی خانم ماندانا خشن برآورد کرده بود که ساختن یه توالت فرنگی در شهر یزد اینقدر خرجش که درش بزرگ باشه، این بتونه با چرخ خودش بره، پسره داره بزرگ میشه، خجالت میکشه مادرش بیاد بکشتش رو زمین اونجا لختش کنه. و این کار عملی شد. یعنی چی؟ هدف عالی، شما اینو داری، برنامه یه کمی لنگ میزنه، خودت هم نمیدونی میخوای چیکار کن. امیدوارم از من ناراحت نشی یا و الا آقای کابوسی هست، آقای مجد هست، دیگران هستن، ولی باید بهش حالا شما بیا اینجا نمیشه، مردم کار دارن. خودت ببین، خودت میگی من روز 18 ساعت کار میکنم. شما اگه میخوای آقای مجد بیاد این دستگاه های موزیک و اینها رو چیز کنه، باهاش تماس میگیری، میگیم آقای مجد ایشون یه همچین پروگرامی داره برای نابینایان، شما مایل هستید کمک کنید؟ یه نفر میبینی میگه آقا نه من وقت ندارم. نباید بهش پرخاش کنیم، نکرده بابا این بنده خدا سفرا، من دارم خودم میگم، نباید پرخاش کنیم به مردم. میگن کمک داوطلبانه، خدمات داوطلبانه. شما وقتی یک کسی رو استخدام میکنی تازه طرف کارشو درست انجام نمیده، حالا یک کسی که میاد داوطلبانه اگه گفت من نمیتونم باید ازش ممنون باشیم، چون اگه تو رو درواسی موند و اومد اون موقعی که داره برای شما کار میکنه فکرش توی آموزشگاه خودش باشه، فکرش به فکر دختر و پسرش باشه که الان دم مدرسه وایسادن زیر بارون، این فایده نداره. پس شما برنامت رو باید مشخص کنی و اصلا هم ناراحت نشی که مردم چرا اینقدر میپرسن، باید بپرسن ببینن کجا میخوان بره. همین آقای تبریزی برای من نوشته که 26م با هم بریم کنار دریا، هر یک شنبه کنار دریا. میگم آقا شما گفت که هر 26م رقص و آواز و خدا و رضای خدا، حالا یه دفعه همون میخوایم بریم تو دریا؟ اینجوری کار نمیکنه. ما از این آمریکایی‌ها باید یاد بگیریم و این که آقا من بهتر از همه بلدم رو کنار بذاریم، ببینیم اینا چه کار میکنن. وقتی میخوان یه مجلسی داشته باشن 50، یه چیزی بهتون بگم بدتون نیاد، من تو مهمونی‌ها که میرم باور کنید
وقتی میگن شام بفرمایید، وای میسم سر میز، میگم که جای معینی هست که بشینیم، چون خود من تو مهمونی های خونم جاها رو معین میکنم، دلیلم داره که جاها رو معین میکنم، میخوام هی از این ور چیخ لطفا اونو بده، اون یکی بغل دست هم باشن، زن و شوهرها خانما مثلا صحبت میخوام بکنن، این خیلی هم قشنگ یه تیکه کارت کوچولو مینویسی میذاری تو این بشقاب، اینجا سربی میشینه، اینجا آقای ایکس میشینه، اینجا خانم ایگرگ میشینه یا وای میشینه، این ایگرگ هم من نمیدونم لاتین چیه اسم تو کلمه ما بود. چرا ما این کارا رو نمیکنیم؟ و شما دیدی یه مهمونیه 10 نفره میز 12 نفره چیدن، همه وایسادن سر پا، هی میگه حالا شما بفرمایید بالا، حالا شما بفرمایید پایین، حالا شما بفرمایید بالا، حالا شما بفرمایید اینجا. بابا برو بشین وایسا، اگه صابخونه گاه هر جا دوست داری بشینی فوری بشین تا تکلیف اونای دیگه معلوم بشه. صابخونه بعضی وقتا دوست داره وسط میز بشینه، با وجودی که رسمش اینه که خانم این بالا آقا اون پایین، و ولی بعضیا میگن ما این وسط میشینیم که بتونیم به مهمونا خوراک تقسیم کنیم. باز من باورم اینه این جور مهمونی ها شما خوراکاتونو بذارید توی آشپزخونه روی یا آیلند دارین یا یه میزی دارید، قشنگ اینجایی که نشستید همه، حالا لیوانش تو بشقابش نباشه، بشقابش تو اون ظرفه نباشه، ماشاءالله خانمای ایرانی هم که این ظرفاشون دیسه انقدره ولی دورش گل و نمیدونم گیاه و نقش و سنگکوبی و فلان اینا انقدر، بعد هر چی هم داریم میخوایم بیاریم، صد رقم خوراک میخوایم بذاریم، بعد طرف باید اینجوری مثل اینا که دستش تا اینجاست اینجوری خوراک بخوره، اینا رو قشنگ بذارید تو آشپزخونه، هر کی میخواد بره قشنگ ورداره بیاره، اونی هم که میره تو آشپزخونه لطفا با قاشق خودش نزنه. چی بگیم آخه؟ خجالت نداره ما اینا رو داریم تو تلویزیون میگیم؟ نخه خجالت نداره. خودتون چند بار دیدین تو مهمونی ها طرف آقا یه چیزی رو میاره قاشق هم توشه، قاشق هم توشه، که آقا این نقل این چیو با قاشق وردا، قاشق رو میزنه کنار دستش میکنه توش برمیده. چند بار دیدی؟ خدا وکیلی اگه من حرف بی حساب میزنم زیر فیسبوک بنویس سر به چقدر بی حساب میگی، ولی اگه دیدی بگو آره بابا منم دیدم، خوب شد که تو گفتی. خب بریم سراغ این فیسبوک. فیسبوک گفتم اگر فیلم ها و ویدیوهای ما رو با دیگران به اصطلاح شیر کنید ازتون ممنونم. آقای حمید نصیری یک کلیپی گذاشته بود که این کلیپ رو تماشا کنید و گفته شاید از نجات پرستی دور شوید. ضمناً حمید نصیری کسی هست که دقیقاً راست میگی، خیلی ممنون. این آقای حامد فاخرزاده درسته یا فخارزاده؟ بله. پس ببین آقا جانا، سخن از زبان ما میگویی، من شدم آینه جامعه. حالا شما اگر نقش بدی توش میبینی سنگ نزن آینه رو بشکن، بیچاره خودت رو درست کن. با سعید کابوسی میگه، میگه شما هر مشکلی که داری من بهت میگم برو پهلو کی پیداش میکنی، برو آینه، آینه نگاه کن. اون فخارزاده خیلی ممنون، قبلا هم شما نوشته بودی این حکایت از پیری من میکنه، مرسی عزیزم آقای فخارزاده. خب و اما حمید نصیری، اگه کارای وب و اینا دارید، دلیلی که ما الان به این بنبست خوردیم گوددی مثل که یه اشکالی توش پیدا شده، یه سری حساب چیزا رو وبسایت ها و اینها رو لاک کرده بود، تماس گرفتم آقای گفت که بله ببخشید ما به زودی درست میکنیم باهاتون خبر میدیم اینا، ولی کارای رادیویی تلویزیونی وبسایت اپ اینا داشته باشید آقای حمید نصیری از سوئد براتون انجام میده. و یک ویدیویی هم هست روی فیسبوک، یک کمی باید برید پایین اگر چیزه نوشته که این کلیپ رو ببین، دیگه به ایرانی بودن خودت افتخار نکن. من فکر کنم این جمله رو باید عوض کنیم، به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم ولی امیدوار باشیم که انسان بشیم. بلا ما ایران دنیا اومدیم، من شیراز دنیا اومدم، شما تهران دنیا اومدی، شما کرمانشاه دنیا اومدی، بالاخره باید یه جایی داشته باشی. ولی دیگه الان گذشته از این که چون من اگه بخوام بگم من ایرانیم این عراقیه، بعد من باید بگم من شیرازی هستم تو تهرونی هست، هی به رخت بکشم که آقا تهرون انار ندارد. فیلمشو دیدید؟ برید نگاه کنید. شما که تهرونی هستی پوز بدی به دهاتیه که من تهرونی هستم اون دهاتیه، چون شعور نداری نمیفهمی که بابا اون دهاتیه از تو اصیل تره، بابا بزرگ تو دهاتی بوده بلند شده آمده تهرون برای که نمیخواسته تو مزرعه کار کنه،
میخواد دنبال یه شغل راحت میگشته بخره بفروشه، کنار خیابون وایسه دلار بخره بفروشه، یا خیابون استانبول نمیدونم کفش بفروشه یا ماهی بفروشه. چون شعور نداریم از این وری میخوایم به همدیگه پوز بدیم. این فیلم اگه ببینید یکم مشکلتون حل میشه. یه فیلم دیگه هست، بله، حالا آقای اقبال کاکبرای میگه چرند، میگه تمام مردم دنیا به کشور زادگاه خودشون افتخار میکنن. آقا این فیلم همین رو میگه، این فیلم آدمای احمقی رو آورده مثل شما، ایشون کرده، آورده مثل شما نشونده اونجا، خانمه میگه من از ترکا بدم میاد، اون یکی میگه من از آلمانیا بدم میاد، آزمایش دی ان ای میکنن میبینن این احمق خودش ترکه، اون یکی خودش آلمانیه، شما که فکر میکنی کرد هستی بیام پول آزمایش دی ان ای تو من بهت میدم اگر 100% کرد باشی. اصلا 100% کرد یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی توی دهی شما همدیگه با همدیگه ازدواج میکردین، این که میشه یه سری آدم عقب افتاده، این که میشه مثل دوستان کلیمی، کلیمی ها بدتون نیاد، شماها باید به این خاخاماتون، به این ربایاتون بگید بابا این کتاب مزخرف نوشته، این هم که میشه مثل پادشاهی که با مادر خودش با خواهر خودش ازدواج کرده که خونش خالص بمونه. آقا عقب افتاده، تو چه خون خالصی داری که الان میخوای این خون گوه خالص بمونه؟ من این نمیدونم آدم پاکش کنه یا واقعا بذاره باشه تا ما ببینیم چه نادانهایی رو داریم. حالا همین آقای از آزادی صحبت میکنه، خب آقا آخوندم میگه من بچه پیغمبرم از تو بهترم، جواب اونو چی میدی آقای چی اسمت اقبال کاکبری کاکبرای، جواب آخونده رو چی میدی؟ مگه نمیگه احمقه؟ خب تو هم احمقی، منم احمقم اگه بگم من شیرازیم، من فارسم، من پرژنم. چه پرژنی؟ چه فارسی؟ اعصاب آدم خورد بکنه. بعد ملت میگن آقا فیسبوک نگاه نکن. مگه میشه؟ مگه آدم چشو ببنده؟ بله. آقای حامد میگه ما میذارم با قاشق مخصوص، بعد یارو قاشق دهنش رو هی میزنه تو ظرف ماست. اوه مای گاد. میگه که ظرف ماست رو میذارم، قاشق مخصوص هم میذارم، حالا یعنی قاشق بزرگتره که طرف اشتباه نکنه با قاشق خودش، ولی با بشقاب میاد یا با کاسش میاد میزنه با همون قاشق خودش. خب حالا فکرش بکنید اصلا تو قرن 21 اون وقت همین آدم اگه بشینی پای صحبتش میگه آقا یه سری عقب افتاده با دست خوراک میخوره. احمق، اونی که با دست خوراک میخوره از این کاری که تو میکنی جلوتره، یعنی بهتره، اقلا دستش تو این محدوده. من عربا رو دیدم، مراکشی ها که اینجا رستوران دارن دیدم، یه اینجا میگن مجمعه میگفت، مجمعه میگفتن تو شیراز چی بود، از این سینی های بزرگ میذارن 8 نفر، اولا دستشون رو میشورن، بعد دستش که تو دهنش که نمیکنه، خوراک رو ور میداره اینجوری مچنش میکنه میندازه تو دهنش. ولی شما که این قاشق که پدیده قرن نمیدونم 19 و 20 میکنی تو حلقت، تو خرت، میکنی تو ماست، اونای دیگه با چیکار کنن؟ با توف بندازن توی یه جوکی براتون بگم، یک چیزایی رو درست کرده بودن توی بار، توی مشروب فروشی ها، که وقتی شما میخوای بری مثلا دستشویی بیای اینو میذاشتی بالای لیوانت که مثلا این لیوان مال منه. بعد یکی دیگه اومده بود حالا خواسته بود یه چیز خنده‌داری پیدا کنه، یه دستمالی بود که اینجوری میذاشتن، دستمال نه، یه مقوایی بود، بعد میگه من روشن فکرم. بله برید بخونید، همین خوبه که اینا میان تو فیسبوک مینویسن اینا رو، برید زیرش بنویسید تو روشن فکری، یعنی رود ان ریختن رو فکرت، روشن فکر یعنی یک کاغذ اینجوری میذاره بغل لیوانش و روی این مقوا یا کاغذه نوشته که این مشروب منه و من توش توف انداختم. میره توالتو میاد میبینه زیرش یه نفر نوشته منم توف انداختم. این هم جوکای بار و رستوران و اینا. بله دوست عزیز، ما انقدر از این مشکلات داریم، حالا اینا رو ول کردیم، آقا بیاین دانشگاه کوروش کبیر باز کنیم. پدر سوخته، هممون اینجا هستیم 2 کلمه انگلیسی بلد نیستیم حرف بزنیم، بیا یه کلاس اکابر انگلیسی باز کن که بشینیم 2 کلمه. چرا مادر من باید بیاد بره تو کلیسا انگلیسی یاد بگیره؟ چرا من باید بیام برم تو مدرسه بچه ها ازها کلاس ESL انگلیسی یاد بگیرم؟ برای که 2 تا احمق پروفسور ایرانی پوفیوز که آمدن اینجا بریم دانشگاه مهر کوروش باز کنیم؟ برو گم شو،
میخواست یه کلاس ESL باز کنی که کاخ سفید تعمیرات 3 میلیون دلاری رو گفتم و تلویزیون مردم هم داریم سعی میکنیم به روزش کنیم. و اما مواظب باشید ویدیوی کیف زنی و دزدی. یه ویدیوی رو گذاشتم من باز توی این فیسبوک مردم تیوی و فیسبوک سوربی، حالا اونایی که دیگه فیسبوک ندارن من دیگه نمیدونم، میدونم که شما به یه دلیلی ندارید، دلیلش هم برای خودتون قابل احترام، ولی از این که ما دیگه اینجا بذاریم اونجا نشون بدیم اینا دیگه یکم ببخشید، شما هستید که نمیخوام، فیسبوک همه هستن، شما تشریف بیارید. مواظب باشید این ویدیو را حتما ببینید و با دوستان خود اشتراک بگذارید. ما اینو که گذاشتیم اینجا، یه دوستی نوشت که این هم خوبه، به آدم میگه که چجوری مواظب باشیم، هم یاد دزدا میده که چجوری دزدی کنن. بله دقیقاً همینجوره، دقیقاً همینجور، ولی چه باید کرد؟ حالا اگه نشون ندیم بهتره، و اگر نشون بدیم 10 نفر مواظب کیفشون باشن، 1 نفرم اینجوری یاد بگیری کیف بزنه، این بهتره یا نشون ندیم اون 1 نفرم یاد نگیره؟ نمیدونم حقیقت، بعضی وقتا ما این کارها که انجام میدیم خودمون هم نمیدونیم که چی میشه. مواظب باشید ویدیوی کیف زنی و دزدی. و اما بریم توی قسمت با هم دیگه، بریم کنار دریا. حالا عکسو بهتون نشون میدم. برای آقای تبریزی هم نوشتم والا من از این چیزی نمیفهمم، من نمیدونم شما چرا یه چیزی چاپ میکنین که من ایرانی که نگاه میکنم از بالا تا پایین، هم به انگلیسی نوشتی هم به فارسی، چون وقتا ازش ایراد میگرفتم، میگفتم آقا برای چی شما انگلیسی مینویسی تو این منطقه؟ یعنی آمریکایی بلند میشه با من و تو میاد چیز، دوتا مهمونی هم گذاشتی، تو دوتا مهمونی که من آمدم، من 3 تا رفتم ولی تو 2 تاش 1 نفر توی امکیش بود که اون خانم آمده بود رقص ایرانی یاد بگیره با دوستای ایرانیش، یکی دیگه هم تو این یکی بود که این همسر آقای ناصر اویسیس، که همسر آقای ناصر اویسی من نمیدونم انگلیسیه یا یه زبان دیگه و مجبور انگلیسی صحبت کنه. خب ایشون آمده نوشته اوشن سیتی اوری ساندی. اوشن سیتی اسم یه شهریه که همین ترامپ شارلاتان ورشکستش کرد، یه شهری، نه اوشن سیتی نه ببخشید اون اتلانتیک سیتی، عرض میخوام از اوشن سیتی، یه شهریه کنار دریا و جای قشنگ و خوبیه. اینجا هم کنار دریاش که میری دیگه همینه، این کنار دریاست، میای این و میری سیفود میخوری، میری اون ورم تو هتل میگیری میخوابی، دوباره صبح بلند میشی چتر رو ساک و نمیدونم اینا رو برمیداری میبری کنار دریا، آفتاب خودتو میسوزنی، پدر صاحب بچه رو در میاری، دوباره برمیگردی 4 تا مشروب میخوری میاد. ایشون نوشته اوشن سیتی اوری ساندی، دریا کنار خیلی قشنگه. آخه من نمیدونم شما این مسابقه، این چیه، این رقصایی که توی استخرای المپیک و اینا میکنن، این چه رابطه‌ای با دریا داره؟ شما اینی که میذاری آقای تبریزی، طرف میگه خدایا ما داریم میریم حالا مسابقه نمیدونم واترپولو و زیبایی های تو آب چیه؟ بعدم عکس یه اتوبوسی رو گذاشتن، بله ایشون اتوبوس استخدام میکنه، $26 each way include lunch، یعنی شما $26 و $26 $52 میدی، نهارم مهمان اینها هستید، یعنی مهمان جیبتون هستید. اونا دارن اینا همین ایونت پلنر الان اینه. ببینید الان توی این کیس آقای تبریزی ایونت پلنره، چیزی که هست از اینوری داره کار میکنه. این از اینوری میاد میگه من یک ایونتی گذاشتم، برنامهش اینه، 26 که شنبه هست، هنوز هم پول آگهی به ما ندادن. نوشته هم که از جاینت چین بریج و از دورسا توی راکویل سوارتون میکنن، به سلامتی میبرنتون اوشن سیتی. ولی و نوشتم هر هفته یک شنبه، که اونایی که این یک شنبه، نه یک شنبه، یک شنبه 26 نمیتونن برن، شنبه دیگه برن. ضمناً شنبه 19 سورنتو یه برنامه نقلی خوب داره که نه کاور چارج داره نه چیزی، یه گروهی میان رقصای ایرانی، رقصای عربی، رقصای کشورهای دیگه انجام میدن و شما اونجا میتونید بدون کاور چارج و اینها خوراک بخورید و شراب و آبجو، فکر نمی کنم هارد لیکور اجازه داشته باشن، تو رستوران اونوری داشتن که دیگه اون رستوران استفاده نمی کنن. این هم از این. و اما ببینم دیگه براتون چی گذاشتم توی این دیگه
رنگرزی. آقای مهدی ذوالفقاری چند روزی ازشون خبر نبود، دیدم که امروز 18 مرداد دوباره اون اخبار روزانه رو فرستادن. از این بابت ازشون ممنونم و اگر وقت پیدا کنیم بیشتر میایم میریم. یک خانمی هست به نام ندا امین، ایشون یک بارم با من تماس گرفت، یک پناهجوی رو معرفی کرد، منم با اون پناهجو مصاحبه کردم. بعد به این خانمه گفتم اگر جایی مصاحبه چیزی میکنید میتونید از تلویزیون مردم هم استفاده کنید، ولی ایشون هم چون جزو اونایی بود که دنبال یه جای مجانی میگشت، گویا گشت و گشت و گشت، رادیو اسرائیل و روزنامه اسرائیلی چرا حالا بیاد یه ایرانی رو تو ترکیه به عنوان خبرنگار استخدام کنه؟ این از همون سوالاییه که اون خانم هنرپیشه هم بلند میشه تو ایران که هست به همه فوش میده، فخر میفوشه که من افتخار میکنم چادریم، سوئیس که میره چادرشه که در میاره هیچی، آبجو هم که میخوره هیچی، بعدم میگه این عکس خصوصی بوده، من نمیدونم کی فرستاده. اینجای بابای آدم دروغ بود، هر عکسی از هر زاویه گرفته بشه معلوم میشه. مثل این میمونه که من این فیلمی رو که مال سرود ای ایران اون روز پخش میشد بذارم، بعد آقای کاووسی بگه که من نمیدونم این فیلمو کی گرفته. خب تا نگاه کنه میبینه اینجا کاووسی بوده، اینجا بغل دستش تبریزی بوده، اینجا سربی بوده، این بغل دستش هم اون آقای حمید ظاهرالحق بود، چه بود باطنالحق بود، چه میدونه اون بود. پس این مزخرفات چیه؟ و اگه شما میگی جای خصوصی، جای خصوصی که هزار نفر نبودن، توی یک باغ بزرگ نبودن، یه نفر از وسط درخت‌ها به شکل خرس نیومده از شما عکس بگیره، 4 نفر 6 نفر 7 نفر نشسته بودید، آبجو خوردید، نوش جانت، بی حجاب بودی، حق مسلمته، ولی دروغ نگو. برای پناهندگی داری کیس درست میکنی؟ هیچ مسئله نیست، ما هم کمکت میکنیم، ولی دروغ نگو. حالا این خانم ندا امین ترکیه هی گرفتتش، گفته خانم شما داری چی کار میکنی اینجا، خواستن اخراجش کنن، یه دفعه سفارت اسرائیل اومده بهش ویزا داده. دوستان وقتی این آخونده اینو اونو میگیرن میگن این جاسوسه این جاسوسه، ما فوششون بدیم، اصلا روزی 100 تا فوش بدید با آخونده، سزاشونه. روزی که تکی میده طلبه میشه آخوند میشه، اصلا میدونه که فوشش میدن، ولی خب بابا جون کار اینا هم درست نیست دیگه. حالا تکذیب بازداشت بلاگر ایرانی در ترکیه، اسرائیل با خانم امین در تماس است. ببینید خودشون میان مینویسن که یادتونه اون فیلمه که آقای عارف گرفته بود که خانمش گرفته بود، آه کی در میزنه، آه میخوان بکشنمون، یا میخوان ببرن بهمون تجاوز کنن. بعد اصلا معلوم شد اینا داشتن پرونده درست میکردن که برن، حالا بعدم خر باید باشی که از ترکیه در بری لبنان، خب اینم خره دیگه، بلند شده رفته اونجا. در صورت تکذیب بازداشت بلاگر ایرانی در ترکیه، اسرائیل با خانم امین در تماس است. شما اینو داشته باشید، با همدیگه ببینیم و بخوانیم و آگاه شویم. تلویزیون مردم، دوستان شما هم میتونید برنامه داشته باشید، اگر هم نمیخواید برنامه داشته باشید، اگه برنامه سربی با مردم رو میبینید، لذت میبرید، 2 ساعت وقتتون رو میذارید، بی انصاف برای هر برنامه $2, $5, $7 بذار کنار. تکذیب بازداشت بلاگر ایرانی در ترکیه، اسرائیل با خانم امین در تماس است. به گزارش صدای آمریکا، زیپی هوتولی معاون وزیر خارجه اسرائیل میگوید سفر ندا امین وبلاگ نویس ایرانی که اسرائیل با درخواست پناهجویی اش موافق کرده، به دلایل شخصی به تعویق افتاده است و او طی روزهای پیش رو به اسرائیل خواهد رسید، روزهای آینده. بله، به گزارش جرسالام پست دوشنبه صبح گزارش شد که ندا امین وبلاگ نویس ایرانی ساکن ترکیه در راه سفر به تل آویو در فرودگاه استانبول بازداشت شده است. اونجا اون بالا میگه به دلایل شخصی به تعویق افتاده، اینجا میگه بازداشت شده است. در راه سفر به تل آویو در فرودگاه استانبول بازداشت شده است. سردبیر روزنامه تایمز استرایی که وبلاگ امین را در بخش آنلاین آن روزنامه ارائه میکند این خبر را تکذیب کرد. یعنی دوستان هر چی گفته دروغ میگن، خودشون انقدر دروغ و راست میگن، چوپان دروغگو شدن که هیچ کس دیگه هیچ کسو باور نمیکنه.
ندا امین با خطر بازگشت اجباری به ایران روبرو بود که اسرائیل یک شنبه با درخواست پناهجویی او موافقت کرد. امین سال ندا امین سال 2014 ایران را به قصد ترکیه ترک کرده بود. ندا امین در کش و قوس امور و حقوقی برای جلوگیری از دیپورت شدن از ترکیه به ایران از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده بود. دولت اسرائیل به دلیل روابط خصمانه ایران اسرائیل به طور عمومی ایرانی ها را نمیپذیرد، اما در پی درخواست فدراسیون های روزنامه نگاری اسرائیل، آریه دری وزیر داخلی اسرائیل، ببین حالا اگه شما با دولت ایران مخالفی، پس باید مردم ایران رو که پناهجو هستید بپذیرید، مگر اینکه شما هم یه ریگی تو کفشت باشه، مگر اینکه وقتی میریم میخونیم میبینیم شما هم با آقای ریگان در دادن اسلحه هم به عراق هم به ایران از همون اوائل جنگ سهیم و شریک بودید و یک مقدار خون اینهایی که در جنگ ایران و عراق کشته شدن هم به گردن شما هم روی دستهای شما هست. میگن وقتی اونا خوب بودن اینا بد، نگید دست شما به خون اونها آلوده. آلوده یعنی کثیف. این رو حسین گفت، حسین هم نمیدونم قهر کرده، میدونید بیننده ها میان بعد قهر میکنن، دشمنت میشن، بعد میچرخن، بعد برمیگردن میبینن نه بابا صد رحمت به همین کفندوز اولی، برمیگردن میان تا اونا برگردن ما شدیم کفندوز دومی، هم کفن باباشون رو میدزدیم هم توی قبرشون. بله. و اما بله سلام کاکو، برنامه رو نگاه کرده. بله آقای سفر تشکر کرده که من اون روز در برنامه راجع به ایشون صحبت کردم، امروز هم صحبت کردم. دوستان اگه کسی مایل هست به این آن، آقای سفر به من گفت که این سمینار برای اینه که نابینایان بیان داخل اون کارایی رو نشون بدن که منی که نابینا هستم این توانایی رو دارم. و دوستان لطفاً دیگه برای ما ترحم نکنید، ما به ترحم شما احتیاج نداریم. خیلی از این نابینایان از من شما که دوتا چشم دارن بهتر و بیشتر میتونن کار بکنن. منظور از این سمینار تا امروز که این آقای سفر برای من نوشته اینه، نوشته تمام کوش آن، نوشته هدف گرد همایی و سمینار برای نابینایان و ناشنوایان نیست و نخواهد بود. تمام کوشش ما در این است که به شخص بینا توانمندی یک شخص نابینا و ناشنوا را به صورت زنده و با کمک تکنولوژی جدید نشان دهیم و همچنان هنری که اونها از خودشون بروز میدن که موجب عبرت ما خواهد بود. متاسفانه به خاطر ناآگاهی و نااطلاع بودن از استعدادهای این قشر از جامعه، آنها را به شغلهایی که به حالت ترحم دارد میکشانند. بیایید به جای این همه سوال و جواب همت کنید، یک قدم با ما همراه باشید، از کانال‌های ایرانی وقت بگیرید و از آنها بخواهید که به این مکان‌ها بروند و سمینارها را زنده پخش کنند که ما را دعوت تا دیر برای این برنامه شرکت کنیم و بعدها خیلی بیشتر با ما کارهای و با کارهای ما آشنا خواهند شد. با تشکر از کارهای نیکتون، آقای سفر دادور. دوستان خب حالا گیرم که تو 10 تا تلویزیون شما برنامه‌تون رو نشون دادن، گفتن یه سمیناریه. وقتی یکی زنگ زد با آقای مسعود سعد با آقای شهرام همایون، اون موقع من با زیا با آچی صحبت کردم، آقای ستار دلدار، بنده خدا گفت باشه، ولی خب کی میخواد بره صحبت کنه اونجا؟ چه ساعتی؟ یه مقداری برنامه گذاری غلطه. حالا تو خواه از سخن من پند گیر، خواه ملال. دوستان اگه کسی هست که میتونه و میدونه چگونه این نوع سمینارها رو از الف تا ی، از ای تو زی برنامه بذاره و این برنامه رو به صورت اجرایی اجرا کنه، لطف کنه با من یا با آقای سفر دادور تماس بگیره. سفر دادور روی فیسبوک هم هست، اجازه بدید من عکسش هم اینجا بهتون نشون بدم. سفر دادور، وقتی هم من می نویسم 3 تا سفر دادور میاد، ولی این یکی عکس رو بهتون نشون میدم که ببینید و بله آشنا بشید با ایشون. ضمناً
بزنید تایپ کنید سفر دادور تلویزیون مردم سوربی، اینجا هم دو یا سه تا پروگرام داشتن که با پسرشون هم با پویان با اون رسول که از کانادا بوده اینا بودن. میبینید آقای سفر دادور اینجا نشسته و این هم عکسش، عکسش هم بزرگتر میکنم که ببینید. بله خب سفر دادور هیچ چیزی هم نداره که ا ای او عوض بشه و مثل من فاخرزاده رو بخونم فخارزاده و اینا، نه این ا رو هم آم با ای می‌نویسیم هم ا رو می‌نویسیم چه کار باید بکنیم. بله میگه که remember Seinfeld double deep George and Chip این فیلم های ساینفیلد من هنوز بعد از 9 سال ادامه داشت. اولا حالا که میبینم خب انگلیسیم بهتر شده، چیزای به اصطلاح اسلنگ یا چیزای رایج بین مردم رو بیشتر میفهمم، بیشتر لذت میبرم و واقعا یه فیلمی به این سادگی چقدر مسائل مختلف زندگی ما رو زیر ذره بین گذاشت. زندگی آمریکایی نشون میداد که سر یک نونی که مثلا آوردن تعارف کردن این ورداشته، حالا باید برن نون بدزدن، نون از اون خانم پیرزن تو خیابون بدزدن، یا این ماجرای دبل دیپ که میگه دبل دیپ جورج اند چیپس کیپ آن دیپینگ هیز چیپس افتر بایدن، میگه که اون جورج که هی چیپسشو دندون میزد دوباره میزد توی دیپ، حالا این دیپ هر چیزی میتونه باشه. پناهنده ایرانی نخستین اسقف کلیسای این چیه لافبرو در انگلیس شد. خدا رو شکر بهش تبریک میگه. تمام مشکلات زنان ایران و زنان دنیا حل شد. اینو اتفاقا توی سایت سفر دیدم، توی فیسبوک این دیدم. پناهنده ایرانی از یه وبسایتی به نام ایران اینترنشنال احتیانم. بله خدایا چقدر مشکل ما حل شد دیگه دوستان، تمام مشکل های ایرانی ها حل شد، چون تمام دنیا مونده بودن که اگر یک زن بشه اسقف و اگر این زن ایرانی باشه و اگر این زن پناهنده ایرانی باشه دیگه چی شود. پناهنده ایرانی نخستین اسقف کلیسای لافبرو در انگلیس شد. بله اینجا هم نوشته لافبرو یا لافبرو L-O-U-G-H anyway. خانم گلی فرانسیس دهقانی که پس از قتل برادرش در ایران به بریتانیا پناهنده شده است به مقام نخستین اسقف کلیسای معروف لافبرو در شمال انگلیس منصوب شده است. روزنامه پیتر برو تلگراف شنبه 14 مرداد در گزارش می نویسد کشیش کاتولیک گلی فرانسیس دهقانی در پایان تابستان امسال پس از 13 سال خدمت در کلیساهای پیتربرو به مقام اسقفی میرسد. گلی که در اصفهان متولد شده است همراه خانواده خود پس از انقلاب اسلامی در سال 1980 ایران را ترک کردند و به بریتانیا پناهنده شدند. گلی میگوید پدر من یک مسلمان مسیحی شده بود و خانواده ما جزو یک جامعه کوچک مسیحیان وابسته به کلیسای انگلیسی انگلیکان بود. من تنها دانش آموز مسیحی در مدرسه بودم که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دادند. هویت من در واقع آمیزه‌ای از مسلمان و مسیحیت از نوعی شرقی غربی یا بهتر گفته باشم ایرانی انگلیسی. پس از انقلاب اسلامی جامعه مسیحیان کشور و خانواده ما مورد تهدید ویژه حکومت جدید قرار گرفت. پدر من تا آن روز اسقف کلیسای ایران شده بود. حوادث آن روزها سرانجام به قتل برادر 34 ساله من منتهی شد. هیچ کس به خاطر قتل او به دست عدالت سپرده نشد، ولی ما همیشه بر این باور بودیم که او را به خاطر موقعیت پدرم و فرزند او بودن کشتند. من در سن 14 سالگی همراه باقی مانده خانواده به بریتانیا انگلستان پناهنده شدم. امروز 37 سال پس از آن روزها من هنوز هویت خود را حفظ کردم و برایم جالب است که چطور انسان میتواند خود را متعلق به یک جامعه جدید بداند در حالی که از محل تولد خود فرسنگ ها فاصله دارند. من بریتانیایی هستم ولی همزمان ایرانی هم باقی ماندم. به گزارش
پیتر برو تلگراف، اسقف گلیه فرانسیس دیقانی در مسئولیت جدید خود به مسیحیانی که از اقلیت‌های قومی به بریتانیا پناهنده شده‌اند کمک‌های انسان دوستانه و آموزش برای یافتن یک زندگی جدید ارائه خواهد کرد. بسیار خوشحال به ایشون تبریک میگم و به ایشون میگم که خانم اصلا دین مسیحی شما طبق گفته ربای رحیمی بیخیال قلابیه، چون میگه آقا جیزس هم وقتی کشتن جیزس جو و کلیمی بود و 200 سال 300 سال بعد از مرگش یه زنی پولاری پسرشو میفرسه، فکر کنم اسمش هم فرانسیس بود، و این دین قلابی درست میشه. ایشون باور داره دین ایرانی هم دین اسلام هم قلابیه و میگه بابا زن محمد یک کلیمی خوب بود، خود محمد هم کلیمی بوده. حالا شما اگه دوست داشتید با این آقای ربای رحیمی تماس بگیرید، برنامه براشون بخرید، ایشون بیاد برای شما صحبت کنه، شما را ارشاد کنه که بتونید جز به کلیمی هایی که خدا انتخابشون کرده برن بهش. من نمیخوام با شما ها تو بهش باشم، من میخوام تو جهنم با همین خانم هایده و الویس پریسلی و محسدی رو دوبار دیدم، خانم هایده رو ندیدم. یه شب برنامه داشت، من بیچاره اون موقع باید کار میکردم تا دیر وقت، نرفتم ببینمش. ولی این سعید کاووسی با همشون ضرب زده و همه رو دیده. اتفاقا از خانم هایده خاطره خوبی داره و در هر صورت من میخوام اونجا تو بهشت باشم. شما چه کار من داری؟ آقا برو بهشت خلوت خوب، ما تو جهنم چه میدونم، والا میگن جهنم که میسوزه کولر، بهشت خنک‌تر میشه. و اما تا زنده این بله رزمنده این، گفتمتون که یک احمق داشتیم، این مال نورد کوریا و مسئله چی؟ مسئله اسلحه اتمی، بمب اتمی، حالا هر نوعیش که هست. احمقا کم نیستن. این آقای خامنه ای که میگه اسلام دین صلح و صفاست، شما چرا این همه اسلحه میسازین؟ اون خانم مسیحی که میگه ما برادرمون کشته شده، مگه شما به مسیح ایمان ندارید؟ مگه شما به خدا ایمان ندارید؟ خدا جزای اون شخص رو میده. تازه طبق گفته شما برادرت که کشت، بابات هم باید میمد میگه اگه میخوای منم بکش، که این گوشه رو زد، این سیلی زد تو این گوشت، گوشه اونوری سمت چپم بیار جلو. همه تون دروغ میگی، همه تون مزخرف میگی. اصلا اسم دین و مذهب که میاد با دروغ شروع میشه. این بیلمار میگه شما you are selling invisible product، میگه شما محصولاتی رو که قابل دیدن نیست میفروشین. مثل که من به شما بگم کفش میخوای، شما بگی بله، بگم 20 دلار بده من برو اونجا وردا، شما میگه آه اینجا که کفش نیست، میگم هست احمق، تو نمیبینی، تو برو از معنویات استفاده کن تا این کفش رو ببینی. نفر بعدی کفش میخواد چه رنگی؟ قرمز، بده من برو اونجا بردار. میگه آقا تو که به من گفت کفش آبی اینجاست، میگم تو کاری به این نداشته باش، بذار من برم کفش بعدی رو بفروشم. بفرما تا زنده ایم رزمنده ایم. نه آقا، تا زنده هستی بازنده هستی. مگه شما نگفتید این حصر اقتصادی ما رو قوی میکنه؟ چجوری الان به گوه خوردن افتاده بودید سر این برجام؟ که حالا یه دیوانه مثل ترامپ هم بیاد این کاغذ برجام رو هی پنکه که روشن میکنه، باد که میبره دل شما بریزه. میبازید تبریک میگیرید، تبریک میگید به خودتون، میبرید تبریک میگید، بردی ما تا حالا ندیدیم. شما هم عین مجاهدین آخوندا، مجاهدا کشته میشن به خودشون تبریک میگن، یه نفر رو میکشن به خودشون تبریک میگن، میکننشون از عراق بیرون به خودشون تبریک میگن، میان آمریکا میرن یک عقب افتاده جان مکین رو میبینن تبریک میگن به خودشون. آقای فیلابی با این هیکلش وای میسه میگه دیگه امسال دیدید، دیگه دیدید که چجوری ترسیدن. آقای فیلابی شما 38 ساله داری میگی، آقای خجالت هم چیز خوبیه بابا، ما دوست شما هستیم، ارادت داریم. هر وقت این فیلابی هر جا بوده، ما بچه ها کوچکتر از این باهاش رفتیم بیرون، این نیذاشته. با وجودی که یه مدتی وضع اقتصادیش خیلی بد بود، وضع مالیش، خونش رو از دست داده بود، ولی امکان نداره بذاره ما پول نهار شام بدیم. ولی باعث نمیشه که آقا برای پول نهار شام من دروغ بگم. آقا شما داری به خودت ظلم میکنی، به خانوادت ظلم میکنی. حالا خانوادت و خودت
خودتون به مردم که دروغ میگید داری به مردم ظلم میکنی. یه عکسی رو یه بدبخت طعنه رفته زده، حالا 20 دلار هم شما ازش بهش دادین، عکس رجوی رو زدن زیر یه پلی. آقا دیدید حرکت شجاعانه مردم ایران رو؟ خب اگر راست میگی چرا نمیری ایران؟ چرا آقا جعفرزاده اینجا هر روز دماغش قهوه‌ای دم کونه این نمایندای مجلس؟ دروغ میگید. دروغ نمیگی آقای فیلابی؟ دوستایی دیگه دروغ نمیگه آقای فیلابی؟ بیاین جلو بشینید جلو دوربی بگین من دروغ نمیگم. مثل من بشینید اینجا بگین من دروغ نمیگم. آقای ربای شما دروغ نمیگی؟ هی برام میگه اسپریچوال معنویات. میگم آقا ولمون کن، این روح و اینا برای اینایی که روانیان خوبه، این جسم این صحبت این اینجاست وجود داره، بیا حرف بزن ببینیم شما چی میگی. نمیام. میفهمم صندلی داغه. اون آخونده گفته بود اگه یه جایی نشسته بود یک کسی صندلی داغ بود شما نشینید، ممکنه یک کمی گناهکار بشه. بفرمایید. تا زنده ایم رزمنده ایم. تو رو خدا نگاه کنید، اینم حاصل انقلاب. اون وقت مردم رو نشون میدن تو سطل آشغال، تو سطل زباله دارن دنبال خوراک میگردن، توی دهات هنوز توی اون چپرها زندگی میکنن. اون شاه این شیخ، شاه جشن 2500 ساله میگیره، مردم تو کپر زندگی میکنن. شیخ میاد میگه شما لیاقت بیشتر از این دارین، مردم بیچاره باور میکنن، بعد میاد عملا دروغ میگه. خب آقا این شیخ مسلمونتون دروغ میگه، این ربای جودش دروغ میگه، این مسیحی ترامپ دروغ میگه، همتون دروغ میگید دیگه. یه نفر پیدا شده حقیقت میگه سوربی، اینم بهش فوش میدید. یادی از معلمین گذشته، در برنامه گذشته آقای آریانپور گفت که ما معلم نداشتیم، بچه دیپلم رو با زور با ژاندارمری میگرفتن میفرستادن پایگاه، 3 ماه 1 2 3 4 نمیدونم رژه یادش بگیر، 3 ماه هم بهش میگفتن این کلاف کتاب الفبا اینجوری بگو فلان، میفرستادنش تو ده. بعد میگه بچه‌ای که حالا مثلا یا دوست دختر داشته یا نداشته، از دوست دخترش پسره رو جدا میکنن میفرستن تو ده، بیچاره دخترای دهاتی، بیچاره پسرای کوچولو دست این آقا. چه اطمینانی بود؟ حالا ببینید این آقای معلمم میگه که سخنان جناب آریانپور خاطره آموزش در قدیم و کشورهای عقب افتاده را زنده کرد. در پاکستان به این صورت قرآن یاد میدهند. بذارید من اینو ببینم برای شما روشن کنم. یک لحظه امانم بدید. یک لحظه. بله اینجا تصویر این آقا. حالا اینم فکر میکنه حتما با این کارش صف اول اون آقای ربای که فکر میکنه اونا تو بهشت هستن اونو اصلا نگه دارید فعلا. این آقا فکر میکنه صف اول بهشته. ببینید بشنوید. دوستان چوبش هم اینجاست، میبینید چوبش هم اینجاست. قرن 21 پاکستان. دوستان اسمش جزو اون لیستای
6 تا کشور نیست. یه دوستی نمیدونم کی بود نوشته بود این ونزوئلا که الان شلوغ شده و آمریکا بهش گیر داده باید قانون اساسی عربستان بذاره که بشه دوست آمریکا، پاکستان دوست آمریکا، عربستان سعودی دوست آمریکا. و همین آقای ترامپ شارلاتان وقتی که سپتامبر 11 شده بود میگفت که مسئولش عربستانه، بعدم میگفت من از عربستان و اینها باید پول بگیرم که ما داریم جوانامونو به کشتن میدیم برای اینها. همین پدر سوخته بلند شد رفت اونجا، زنش و دخترش بیهجاب جلو اون دایوسای عرب که نمیذارن زن و بچه خودشون بیاد بیرون و هیچ جا ندیدینشون تا حالا، عکسشون نیست، عکس از شهرشون نمیتونی بگیری، فیلم از شهرشون نمیتونی بگیری، فقط سر چی؟ سر پول، چون پول دادن به تراب اسلحه خریدن. اون وقت سازمان مجاهدین دست به دامن آمریکا میشه بیا تو کشور ما دموکراسی ما میخوایم ببریم. خجالت آوره. 50 سال یه سازمانی رو از عرش رسوندن به فرش. اینو برای هوادارای سازمان میگم، اینو برای طرفدارای سازمان میگم. اون بیچارهایی که عضو و ممبرن، اونا رو که همچین شد شو مغزی میکنن کسی نمیتونه نفس بکشه. اونی که از بیرون وایساده میگه من هوادارم، بابا تو که میتونی بخونی مطالعه کنی؟ مگه این آمریکا همون آمریکای 50 سال پیش نیست؟ چجوری شده که امروز اینا خوب شدن؟ مگه این آمریکا همون آمریکایی نیست که ریگان به ایران اسلحه داد، آقای آلی نورت به ایران اسلحه داد، اون یکی دیگه آمد اسلحه و کیک زرد و قرآن داد به آقای رفسنجانی؟ من از تمام این برنامه اطلاع ندارم، شرایطم طوری نیست که بله، یکی از دوستان راجب برنامه آقای سفر دادور و دوستشون نشه. گرم شدن عرب‌ها جهت آمادگی برای آزاد کردن بیت المقدس، نگو هنوز عقل را در اختیار صاحبش می‌دانی. این رو دوست اون فرستاده که تا حالا 14 تا برنامه در رابطه با عقل بشر فرستاده و میگه که ببین این عربا اصلا خودشون هم میفهمن دارن چه کار میکنن. اینم ببینیم بد نیست، حالا اقلا بعد از اون کتککاری اقلا اینا حالا به نظر میاد دارن شادی میکنن، چون والا ما دیگه تفاوت شادی و نمیدونم سوگواری و اینا رو هم نمیفهمیم چی به چیه. ببینیم با هم. با این اما و ابا و امامه و این چیزا فکر کنید چه بو گند عرقی اونجا الان میاد. اینجا سالونای ورزشی این همه هواکشای خوب و همه اینایی که میان لباساشون شب قبل روز قبل شسته شده، یه ورزش بسکتبال وقتی انجام میشه بعد از یه ساعت دو ساعت اصلا اونجا یه بوی عجیبی میاد و اینجا تبلیغ میکنه مثلا یه کفشی که طرف توی ورزش پوشیده این بو گند میده چنین و چنان. و اینم عربا دارن چی کار میکنن من نمیدونم. این دوستمونم ننوشته بود، به شوخی نوشته بود دارن آماده میشن که برن بیت المقدس بگیرن. و اما دوستانی که خیلی ناراحتن که چرا پول نداشتن در زمان شاه یا در زمان شیخ برن ایتالیا رو ببینن، این برج کج پیزا رو ببینن، اصلا نگران نباشید. برج میلاد داره یواش یواش کج میشه، شما میتونی بری باهاش اینجوری عکس بگیری، اینجوری عکس بگیری، اینجوری عکس بگیری و الی آخر. خطر ریزش یا کج شدن در کمین برج میلاد. این را آقای آل احمد فرستاده، ازشون ممنونم. میگن که به گفته یک عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، احتمال ریزش یا کج شدن برج میلاد به دلیل فقدان ایمنی، فقدانم میگن، در گودی مجاور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد مهدی تندگویان عضو کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر تهران گفته است از سال 92 تا کنون گودی کنار برج میلاد به حال خود رها شده است. از آنجایی که عمر مفید
نیلینگ یعنی اینجوری یله شده، 4 ساله است، درست میگم؟ این گود نیازمند استحکام سازی است. نیلینگ یا نیلینگ یا میخکوبی برای ایجاد ثبات در خاک مناطقی که احتمال لغزش دارند استفاده میشود. این رو برای یه دوستم که مهندس آرشیتکت ساختمون اینا هست بفرستم و ببینیم که شاید ایشون بتونه کمک کنه و این برج رو از خطر کج شدن یا فرو ریختن نجات بده. خطر ریزش، این رو هم اینجا بنویسم فوروارد برای این دوستمون، چون نمیدونم برنامه رو نگاه میکنه یا نه. در صورت نوشتن که شهرداری تا کنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. سهلنگاری و بیمسئولیتی سیستماتیک مسئولان و نهادهای حکومتی در ایران و تضاد منافع جناح‌های مختلف با یکدیگر تا کنون باعث تلفات جانی و مالی فراوانی شده است. فاجعه ساختمان پلاسکو یکی از نمونه‌های این وضعیت است. و اما گفتاری که شما از آقای منتظری و بهشتی پیرامون فرار 100 تن از مجازات به فرار 100 گناهکار از مجازات بهتر از این است که یک بیگناه مجازات یا شکنجه شود، عبارتی است از یک حدیث پیغمبر، تو پرانتز نوشتن دروغ یا راستش به عهده نقل کننده. این عبارت یا این حدیث اصل قانون جنایی فرانسه است. این آقایان عبارت را تکرار کردند، عملا اجرا نکردند. در گفتار عقل این مسئله هم مورد بحث خواهد بود. بسیار ممنون از ایشون. و اما جنرال مکمستر گفته ما باید از سپاه پاسداران حساب رسی کنیم. این حساب رسی کنیم، یادتونه میگفت آقا طرف میاد حسابتون میرسه. این حساب رسیدن همون شعریه که آقای اخوان سالس هم گفت من امشب آمده استم تا حسابم را. خدایا این یعنی مغز ما تموم شد دیگه کارش. من امشب آمده استم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. اون بر اون سرد است، نمیدونم سرها در گریبان است، سلامت را نخواهند پاسخ داد یاران سر گریبان. بعدم آخرش میگه که نفس که از درون سینه بیرون آمده است این است. یه قباری میشه جلوت رو میگیره. چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک، که آقای شجریان این رو تو کنسرت اشتباهی خوند و گفت چه چشم داری ز چشم دوستان دور یا نزدیک. من براش نوشتم فرستادم، ولی بعد که دیگه مریض و اینا دیگه نمید. در پاریس مردان عرب هر شب مشتری های کاباره لیدو هستند. بله خب دیگه، بله همین کیش خودمونم کردن کازینو و اینها که عربا بیان اونجا خوشگذرانی. حالا اونایی که مثل من کم سوادن کم شعورن نمیفهمن. خب قرار بوده تو این کازینوها دختر عرب بیاد اونجا خدمت کنه، چون میدونید کازینوها حالا یه سری که میان خدمت میکنن هیچی، یه چیزایی هم هست بهش میگن هپی اندینگ. چی میگیم خدا؟ و باز اینجا نوشته که ندا امین وبلاگ‌نویس ایرانی در فرودگاه ترکیه دستگیر شد، که طبق نوشته اون رادیو اسرائیل یا هرچی. رادیو اسرائیل راست بسته شد یا نه؟ در هر صورت این خبرها انقدر سریع میاد و انقدر سریع خبر قبلی تکذیب میشه که دیگه آدم نخونه بهتره. این هم دبیرخانه جبهه رهایی بازسازی ایران تقدیم میکنه، این آقای دکتر نصر احمدی و دوستانشون که الان ماهاست قرار شد تلویزیون خودشون، مدیای خودشون رو راه بندازن، ولی تا امروز به جایی نرسیدن. برادرم انشالله هر وقت فرصت کردی. بله خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیز، دوشنبه آقای احمد علی مسعود انصاری از طریق اسکایپ با ما خواهند بود. اگر سوالی دارید به اصطلاح تماس بگیرید با فیسبوک ایشون، با فیسبوک ما، با فیسبوک تلویزیون مردم، با اینترنت ایمیل ما، با تلفن ما، دیگه چی بگم والا. و
سوالاتتون رو مطرح کنید، اگر نظری هم دارید بگید. یک مقاله 19 صفحه‌ای رو ایشون نوشته، اونم روی فیسبوک مردم تیوی هست. ببینید فیسبوک متاسفانه شما وقتی میاین اون عکسی که هر روز اونجاست که اونجاست، یه انقدر شما میبینید، یعنی یه مقاله جدید میبینید. این چیزی بود که من به آقای یزدان خداوندلو گفتم، ایشون متوجه نشد. و حالا اگه شما دوست داشته باشید بری هی پایین، ممکنه چیزهای دیگر رو ببینید. حالا یه روشی آدم پیدا کنه که اون بالا رو استفاده کنه، ولی نمیذاره که اگر اون بالا نوشتم مثلا مقاله آقای انصاری، لینکشو به اصطلاح لینک کردن، لینک همین زنجیر و اینا رو میگن، وصلش کنه به اونجا نمیذاره. یا من بلد نیستم. دوستان از این که من بلد نیستم بگید اصلا نترسید، نه هراسید. ما همه با هم هستیم. کجا میری؟ نیویورک. ما همه با هم هستیم. پول بده پرچم بخر. خب چی تو شو؟ پرچم کهنه بیار، پرچم نو بخر. من اینجا میرم کازینو، تام اونجا برو پاسارگاد و مقبره کوروش فیلم بگیر، عکس بگیر، ما بگیم ببین پیروز شدیم. یکیشون نیست بگه احمقا چجوری در زمان شاه هیچ کس اونجا نمیرفت، بیارید نشون بدین ببینم چجوری کسی نمیرفت. من خودم بچه شیراز بودم، کی ما میرفتیم پاسارگاد، کوروش، نمیدونم تخت جمشید، نقش رستم، کی میرفتیم؟ منتظر بودیم فیلم بعدی بیاد، فیلم لاندا بوزانکا، اونایی که فارسی بود فیلم فردین فلان، نمیرفتیم اونجا. حماقت شما کمک کرده به آخوندا، و باز حماقت شما شاه اللهیا که میگید مردم نادان بودن، لیاقت این شاه بدون دیپلم رو نداشتن. میگم آخه پوفیوز، اگه تو میگی شاه و باباش 57 سال اونجا خدمت کردن، مگه نباید حاصل خدمتشون یک ملت تحصیل کرده متمدن باشه، متجدد باشه؟ شما که میگید اینا احمق و دیوانه بودن. و حالا شما اگه میگید 38 سالی آخوندهای پدر سوخت ملت رو خر کردن، از ملت خر انتظار دارید بیان دنبال شاه؟ شاید هم درست میگید، ملت باید خر باشه تا بیاد به قول بنی صدر استفراغ خودش رو بخوره. در هر صورت آقای احمدعلی مسعود انصاری 14 امروز 9 5 روز دیگه دوشنبه با شما هستن. جمعه به احتمال زیاد برنامه کانون آوا، حالا یا مصاحبه به صورت زنده است یا فیلمایی رو تهیه میکنن میفرسن، با اون شروع میکنیم ساعت 12 به وقت نیویورک واشنگتن. 2 بعد از ظهر طبق معمول من با شما هستم. شما میتونید برنامه داشته باشید، میتونید برنامه بخرید، میتونید با من برنامه به اصطلاح بخرید، بگید صبح وقتی من میام ازم سوال کن چی تو شد که ای تو شد، و منم جواب میدم باز نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست. همه مصاحبات تلویزیون ها اینه. یادم سالها پیش، چون من مصاحبه نمی کردم، من برنامه خودم رو داشتم. من از روزی که آمدم تو تلویزیون به صورت تهیه کننده آمدم، اصلا درس تهیه کنندگی خوندم، مدرکش هم دارم، یه مدرک کوچولو. و نشسته بودم میدیدم آقا این آقای دکتر پارسا بناب وقتی صحبت میکنه، این سعید بهبهانی معتاد، مشروب میخورد چشاش قرمز، هی وایزین میریختن تو چششون، خبر ندارد بدبخی استروید میریزی تو چشت، یعنی رگای چشم تو اینجوری میکنه که خونی نباشه و اینا. من مینشست اونجا میدیدم هرچی این آقای دکتر پارسا بناب میگه، این مثلا میگه بله همون موقعی که بهاءالدین فلان این کار کرد، عجب این باسواده. نگو آقای پارسا بناب نوشته هاشو مینوشته میوده به این میداده، سوالارم هایلایت میکرده که این سوال بعدم جوابش اینه. اینم که همیشه اینجوری بود، چون داشت چرت میزد نگاه میکرده، بعد یه دفعه از خواب که بیدارمشون میگه بله دیگه رضا شاه اون روزی که رفت تو کوه اینجوری که. در صورت اینم برنامه های تلویزیونمون، اینم مجریامون، از مسعود صد گرفته و این فخرآور آقای گلن سورشیدی. اگه برنامه من نگاه میکنی برو ببین فخرآور حالا چجوری مچ پای رضا پهلوی و یقه مادرش رو گرفته. احیانا فکر کنم یه خبری از شما مجاهدین شنیده و شماها بهش گفتید آقا بیا اینور پولی هست. مواظب باشین این فخرآور جیبتونم میزنه و میره. فخرآور، ننگاور، یه بچه پررو، بچه چند تا نقطه، هر چی میخواین جاش بذارید. دوستان عزیز بس دیگه، بیش از این برای خودمون دشمن درست نکنیم. یا برگردم
خبرهایی که آقای ذوالفقاری فرستادن براتون بخونم ببینم که اینجاست. بله، آقای مصطفی زاده گفتمتون در جواب ربای گفته که با تشکر از خبری که من بهشون دادم که آقا این ربای پول نمیخواد بده، میخواد مجانی به اصطلاح حرف بزنه. به نظر میرسد ایشان فقط قصد دارن خود را در میدیا مطرح بفرماین و نه چیز دیگری، البته آن هم به صورت کاملا رایگان. لطفا اگر دوباره تماس گرفتن به ایشان بفرمایی. مصطفی زاده میگوید از آغاز مشخص بود که شما قادر به مناظره نیستید، زیرا مناظره خرج دارد و مهمتر این که مردم خواهند دانست که ایشان از دین خودشان هم همون یهودیت یا کلیمیت چیزی نمیدانند و فقط خوب روی منبر میروند. اگر فکر میکنید من در مورد ایشان اشتباه میکنم، این گوی و این میدان شاد و پیروز باشید. در مورد منبرم اون آقا نوشته بود که این آقای مصطفی زاده تنهایی رفته روی منبر. آقای مصطفی زاده هم نوشته بود آقا تا اونجایی که ما میدونیم منبر برای یه نفره، میره بالا میشینه صحبت میکنه. حتی اگه بگی تنهایی رفته بود قاضی و راضی برگشته بود، خب تقصیر شماها بوده که نیامدید. اینم از این ماجرا در پاریس مردان عرب هر شب. بله اینو خوندم، خیلی ممنون. بذارید من این آقای ذوالفقاری رو ببینم خبرش الان خوندم و براتونم نشون دادم. و اما اینقدر باور کنی من در روز 150 تا 200 تا ایمیل برام میاد. یه روز یه دوستی میگه آقا حالا وقتی بود برای من ایناشو بفرست اوناشو نفرست. گفتم آقا من یه روزی هرچی ایمیل اومد برای شما میفرستم، البته به شرط که امانت داری تو به من ثابت کرده باشی. اون وقت شما از وسطش هر چیز میخوای برای خودت بردار، هر چیز میخوای بردار. اخبار این روزا میدونید که دیگه شماها زودتر از من دیدید احتیاط. من برنامه تفسیر خبر ندارم. مثلا این ترامپ شارلاتان دیروز آمده به احمق‌تر از خودش اون پسره رهبر نوردکوریا اینقدر گفته ما میزنیم و میگیریم و آتش نمیدونم جهانی درست میکنیم اینها، بعد امروز وزیر امور خارجش میگه معنیش این بود. درست این آخونده هست که میگه آنجایی که خدا به پیغمبر گفت از این وری بیا، منظورش این نبود که از این وری بیا، منظورش این بود که از این وری بیا. این تفسیرها پدر ما رو در آورده. کسی که میشینه تفسیر شاهنامه میکنه که آقای سهراب چمنارا آدم شریف آدم خوب، میگیم آقا چرا این آقای چیز حرفی از کوروش نزده، حرفی از نمیدونم دیگر پادشاهان حقیقی ایران نزده. میگن که نه منظورش اونجایی بود که گفته نمیدونم چی خرگوش، منظورش اون بوده. نه آقا، نه منی داشته نه زوری داشته، یه آقای نشسته داستان گفته، کتابای دیگران جمع کرده، مثل کتابای قصه های کشورهای دیگه قبولش کنید. من اتفاقا اون وار که رفتم لندن تو این کشتی ها بودم، رد شدم گفت اینجا دکه شکسپیر بوده، اسرا میمده میشنسته عرق میخورده و با دوستانش صحبت میکنه. آقا مثل کتاب شکسپیر بشینید تو مدرسه هم درس بدید، ولی نگید ببینی چگونه رستم فرزند آقا رستم یا آدم بیکاره بلند شد رفت یه کشور دیگه زن گره، بعد برگشت خبر نداشت که بچه داره. اون خانومه رو حالا گفتن میزنیم میکشیم، ولی درست میگه، میگه خانم اگه بچه دار شدید اقلا به شوهرتون بگو که بچه داره. بعد از بزرگ که شده رفته جنگ کشتتش، بعد اون گفته بابام میاد میکشتت تو بازم. آقا خجالت بکشی. ساعت 3:52 دقیقه است و برنامه های بعدی میدونی با برنامه های زیادی نداریم و یکی از بهترین شانس ها برای شما اینه که ما با وجودی که میگیم شما روزی 20 دلار بده برنامه پخش کن، معمولا هر ایرانی هم دو تا شرکت داره، یه شرکت نان پروفیت اورگانایزیشن، یه شرکت ان جی او نات گورنمنت نمیدونم اورگانایزیشن، تخفیف میخواد میشه روزی 10 دلار. شما با روزی 10 دلار من به شما تضمین میکنم یک بار، ولی بعضی وقتا سه بار اون فیلم پخش میشه، چون 2 ساعت من برنامه دارم، 2 ساعت کانون آبا برنامه داره، 1 ساعت آقای ارشاد، میشه چند ساعت؟ میشه 5 ساعت. حالا 1 ساعت هم شاملو رو بذاریم میشه 6 ساعت. در شبان روز چند ساعت داریم؟ 24 ساعت. 24 تقسیم بر 6 که بکنین 4 بار پخش میشه. این چیزی که من به مجاهدین مثل آقای فیلابی، مثل مهرداد، مثل علی میگم آقا هی فوش نده به مجاهدی که 30 سال با شما بوده. هی نگو این نمیدونم زناش هرزه هستن، مرداش هم جاسوسن. شما هم بیا این خبرهای دروغ خودتو هر روز پخش کن تا آبرود بیشتر بره.
هی بیا بگو که نمیدونم رهبر، آقا رهبرتون نیستش، یا شما دارید به اعضای خودتونم دروغ میگید یا شما و اعضایتون دارن به مردم دروغ میگن. اگر خامنه ای بمیره دو هفته به مردم نگن، شما آقای فیلابی به مردم چی میگید؟ الان 13 سال، 10 سال چقدره؟ دو بار من از شما پرسیدم که آقا کجاست این آقای رجوی؟ شما میگی خودش رفته عقب که زنش مطرح بشه. من بلا فاصله گفتم آقای فیلابی اگه یه جای خطرناکه شما میری عقب خانمت میاد میندازی جلو؟ آخه بابا نگید، بگید اه یه طوری شد ببرم الو الو پسرم زنگ زد برم و بیام. اقلا اونجوری دروغ بگید، دروغ شاخ دار. صبح تا صبح باید شاخامو کوتاه کنم بیام جلو شما. دوستان عزیز اگر از حرفای من شاخ در آوردید که نشون میده برنامه خوبی بوده لایق ایرانیان، اگه شاخ در نیاوردید تلویزیونای دیگر نگاه کنید شاخ در میارید. روز روزگارتون خوش، به امید دیدار جمعه 11 آگوست سال 2017، ولی امروز چهارشنبه بود 9. مرسی، خدا نگهدار.